تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن، با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه دیگری از تلویزیون ایران ما رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز چهارشنبه 4 جولای برابر با 14 تیر ماه هست. برنامه های امروز کمی تا قسمتی مفصل هست. من ترتیب برنامه ها رو خدمتون عرض خواهم کرد، منتها اجازه بدید که امروز بگم با تعجب رفتم صبح قهوه‌ای از استارباکس بگیرم و خانم فروشنده گفت امروز قهوه مجانیه. تعجب کردم، گرفتن قهوه مجانی اینجا خلاصه زیاد طبیعی نیست که به اصطلاح کالایی رو مجانی به شما بدم. بر اساس پرسیدم چطور، گفت امروز 4 جولای روز استقلال آمریکا هست و به این مناسبت استارباکس قهوه مجانی میده. بنابراین اگر استارباکسی نزدیکتون هست و میخواین قهوه میل بفرمایین، خلاصه قهوه امروز رایگان هست. حالا تا چه ساعتی رایگانه اون رو نمیدونم، ولی به هر صورت امروز مردم آمریکا به خاطر استقلال آمریکا این روز رو جشن میگیرن، قدردانی میکنن. اصل آتیشبازی که نه، این فشفشه هایی که هوا میکنن و رنگین و زیبا، اصلش تو شهر دی سی اتفاق میفته، ولی در جای جای دیگه مناطق دیگری هم این کار انجام میشه، نه اینکه نشه، ولی در دی سی مفصل تر هست و ایده ای اصلا برنامه ریزی میکنن، میرن ساعت ها میشینن که بتونن این برنامه ها رو نگاه بکنن که خیلی زیبا و جالبه. معمولا مردم دور هم جمع میشن پشت خونه شون، وسایل باربیکیو و جمع شدن با دوستان و آشنایان و شاد بودن بخشی از برنامه شون هست. همونطور که میدونید بعد از کشف قاره آمریکا، عده زیادی که از بریتانیا کوچ کرده بودن به آمریکا، به هر صورت این کشور رو تحت تسلط قوانین انگلیس بریتانیا اداره می کردن و بعد از انقلاب های متعددی که شد، جنگ هایی که انجام شد، خون های زیادی که داده شد، 2 جولای 1776 دومین کنگرهشون اعلام کرد که آمریکا مستقل هست و قوانین خودش رو داره و این حکم از روز 4 جولای به اجرا در اومد و روز استقلال آمریکا اعلام شد. برای همین هست که آمریکایی ها در سر تا سر ایالات مختلف این روز رو جشن میگیرن و در مناطق مختلف شهرهاشون این مراسم آتش‌بازی و اینها برقرار هستش که ما هم بهشون این روز رو تبریک میگیم. خب، من بعد از گفتگویی که با آقای امینی کردم، تعداد زیادی از شما ایمیل، پیغام تلفنی و همچنین ایمیل و پیغام تلفنی و در فیسبوک هم یک سری پیغام های از طریق فیسبوک برام فرستاده بودید و خیلیاتون خوشحال و راضی بودید از این برنامه. بعضیاتون انتقاد داشتین به صحبت های آقای امینی و یکی از دوستان گفته بودن که چه خوب بود که من قبل از اینکه این گفتگو رو با آقای امینی انجام بدم، یه بخشی از این برنامه، یعنی این همایشی که در پاریس مجاهدین خلق یا شورای ملی مقاومت
برگزار کرده بود رو نشون میدادم. صحبتشون کاملا به جا و درسته، ای کاش این کار رو میکردم. ولی صحبتی که میخوام اینجا بکنم، من اینجا با کمال میل، یعنی این اصلا در حد کلام نیست، با کمال میل مشتاق هستم با کسی که بخواد، حالا میدونم که فعلا در آمریکا چون مجاهدین در لیست تروریستی قرار دارن، اگه کسی بگه من مجاهدم ممکنه به اصطلاح تعقیب قانونیش بکنن و به این صورت هموطنان ما اونطور راحت نیستن که بگن من مجاهدم یا عضو شورای ملی مقاومت هستم، معمولا میگن از طرفداران مجاهدین. بنابراین کسانی که از طرفداران گروه مجاهدین هستن یا شورای ملی مقاومت، من همینجا دعوت رسمی میکنم برای گفتگو یا گفتگوهای متعدد که سوالهایی که مطرح هست رو یک جایی بنشینن و اینها رو باز بکنن. ولی متاسفانه تا اینجا که تجربه من نشون داده، شده یکی دو بار که موافقت هم شده، ولی از اینکه سوالاتی مطرح بشه همیشه راضی نبودن و یک در حقیقت خط قرمزهایی بوده که میان به خاطر شرایط مملکت و این اوضاع احوال اون سوالها مطرح نشه. خب در شرایط دموکراسی که ما میگیم همه چیز باید گفته بشه، همه سوال بشه، همه جوابها داده بشه، این یک کمی نامعقول هست. بنابراین اگر کسانی علاقه دارن که بنشینن و یه گفتگوی درست حسابی با هم انجام بدیم، من با آغوش باز برای این گفتگو آماده هستم. در رابطه با صحبتایی که آقای امینی در مورد شاهزاده رضا پهلوی کردن، من خیلی علاقمند هستم، تا الان پا پیش نگذاشتم ولی در فکرم بوده که با شاهزاده رضا پهلوی یک گفتگویی بکنم. از طرف من این اشتیاق هست، آیا ایشون بپذیرن نپذیرن نمیدونم، ولی در روزهای آینده حتما قدم پا پیش خواهم گذاشت و این سوال رو خواهم کرد. یکی از بینندگان ایمیلی فرستاده بودن آقای نوح و خواسته بودن که در این برنامه ها از آقای دکتر نقره‌کار هم دعوت بکنم و باهاشون گفتگوهایی داشته باشم. بسیار بسیار پیشنهاد خوبی هست به روی چشمم، حتما این کارو میکنم. حالا اگر این کار در یکی دو روز آینده انجام نشد، ولی جزو برنامه هام هست که با ایشون تماس بگیرم. 100%. مرسی از پیشنهادتون. اگر پیشنهادی دارید برای مهمانهای بیشتر، خوشحال میشم که از شما بشنوم. خب برنامه های امروز رو خدمتتون عرض کنم، وقت بیرحمانه سریع میگذره. در بخش اول برنامه دکتر یونس پارسابناب مهمان برنامه روی خط هستن که با ایشون میپردازیم به مسائل سیاسی کشورهای مختلف، کشورهای خاورمیانه، کشور خودمون و نظر ایشون رو در مورد اوضاع احوال خاورمیانه حتما خواهیم داشت. در بخش دوم میدونید که آقای احمد تقوایی پژوهشگر هر دو هفته یک بار دوشنبه ها در استودیو هستن که همین دوشنبه نوبت برنامه ایشون بود ولی خدمتون عرض کردم در سفر بودن، یک نشستی در دالاس تگزاس، یک کنفرانس چند روزه ای انجام شد که امروز ایشون لطف کردن خارج از برنامه دو هفته یک بارشون تشریف میارن که بتونن اطلاعاتی در اون باره به ما بدن. و بعدش هم طبق معمول چهارشنبه ها گفتگو دارم با تیمسار امیر هوشنگ آریانپور. این بار من پیامی رو که آقای هوشنگ از کالیفرنیا گذاشته بودن در رابطه با تیمسار ایادی و نظرشون نسبت به ایشون رو دارم که با تیمسار آریانپور مطرح بکنم. ازشونم عذرخواهی کردم که دفعه قبل من فراموش کردم. یک سوال دیگری هم داشتن که از تیمسار آریانپور خواهم پرسید، منتها امکان داره که برنامه تیمسار آریانپور سر ساعت 1:30 انجام نشه و حدود 15 دقیقه 20 دقیقه ممکنه کمی دیر و زود بشه، هنوز درست نمیدونم به خاطر تعداد زیاده برنامه های امروز. خب ازتون دعوت میکنم در این قسمت برنامه به ترانه آقای محسن نامجوی گرامی توجه بفرمایید. برمیگردم برنامه رو همراه با مهمان گرامیم دکتر یونس پارسابناب و شما هموطنان عزیزم پی میگیرم.
بیابان را سراسر مه گرفت. سراسر مه گرفته، چراغ قریه پنهان است، موجی گرد در خون بیابان است. بیابان را سراسر سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه دیگری از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. همونطور که اول برنامه خدمتون عرض کردم، در خدمت دکتر یونس پارساپوناب، فعال سیاسی و استاد سابق دانشگاه هستم. سلام آقای دکتر. سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم و تمام شنوندگان برنامه شما درود می فرستم. از آخرین دفعه‌ای که با هم دیگه گفتگو کردیم آقای پارساپوناب، تغییرات بسیار زیادی در جهان به وجود آمده. داشتم فکر میکردم، نمیدونستم که با شما از ایران شروع بکنم یا از سوریه شروع بکنم. شاید بد نباشه که اول از سوریه شروع بکنیم و اینطور که به نظر میاد به هر صورت در سوریه راه آسانی نیست که بگیم همین فردا یا یه ماه یا دو ماه دیگه آقای بشار اسد پایین کشانده شده، ولی به هر صورت شرایط شرایطیه که اینطور متوجه میشیم که کار آقای بشار اسد تموم شده. آیا شما هم همینطور فکر میکنید یا جور دیگری؟ منم با شما در این مورد موافقم که کل این خاورمیانه که حالا میگیم خاورمیانه بزرگ، بخش بزرگی از آسیای مرکزی رو هم در بر میگیره، در تلاطمه و
و این تلاطمات درسته که در هر یک از این کشورها از ایران و ترکیه گرفته تا سوریه و عراق با همدیگه تفاوت‌های بسیار بسیار مهم می‌دارن، ولی خیلی خیلی به طور ارگانیک به همدیگه متصلن. البته اینو خیلی از مفسرینم میگن. اینی که به نظر من حالا تمرکز عمدتاً روی سوریه است، برای اینکه در اونجا است که خونریزی ها و کشتار ها و اینا اتفاق میفته و بیشتر به اصطلاح مد نظر هم مفسرین هم رسانه های گروهی و سیاست مداران در کل از آمریکا گرفته تا روسیه و چین و کشورهای خاورمیانه. به نظر من در سوریه اوضاع به مرحله رسیدی که اولا احساسم اینی که این شرایط به همین زودی تمام نخواهد شد. در داخل سوریه ادامه خواهد داشت. علتهای زیادی هم داره که من به دو تاشون اشاره میکنم. ببینید، برخلاف لیبی، برخلاف افغانستان، برخلاف عراق، در سوریه مداخله نظامی کشورهای آمریکا و ناتو با یک مشکل بزرگ بین‌المللی دیپلماتیک روبرو شده و اون هم همون ویتوی دوگانی است که روسیه و چین در واقع ارائه دادن در سازمان ملل متحد در شورای امنیتش. این علت خارجی داره. علت داخلیش در سوریه شاید قبلا هم به این اشاره کردیم که گروه های زیادی هستن که در واقع کامیونیتی های زیادی هستن، سکت های زیادی هستن که اینها منافعشون حکم میکنه که با بشار اسد در نیفتن. در خود سوریه از کردها که اتنیکن، مذهبی نیستن، اتنیک و ملیتی هن، از اونها گرفته تا گروه های بزرگی که در سوریه یه درصدی از جمعیت رو تشکیل میدن. شما میدونید که 40% مردم سوریه که 17 میلیون نفر جمعیت داره، این 40% عرب نیستن یا مسلمان نیستن، برخلاف عراق، برخلاف ایران، برخلاف افغانستان که 80-90% جمعیت این کشورها مسلمان هستن. این در مورد سوریه صدق نمیگه. اونایی که به اصطلاح غیر مسلمانان هستن مثل مسیحی ها و آسوری ها 1% قابل توجهی، نزدیک 7% جمعیت کشور رو تشکیل میدن. بعدن اسماعیلی ها هستن و زیدی ها که ما میگیم مثلا 4 امامی ها و 6 امامی ها، اینا هم در اونجا 1% قابل توجهی، 1-4%، 1-5% رو تشکیل میدن. کردها هم میگن 11% هم در کل سوریه. همه اینا مجموعاً 40%. شما خواهید دید که اوضاع در سوریه تقریبا به این شکل خواهد رفت جلو، چون هیچ نیرویی در اونجا اختلافات عظیمی که در داخل خود شورشیان یا مخالفین رژیم وجود داره باعث میشه که اینها یک اتحاد بزرگی نتونن به وجود بیارن، برخلاف لیبی که به وجود آوردن و خب ناتو هم به اونا کمک کرد، کشورهای ناتو و قذافی رو سرنگون کردن در عرض کمتر از 1 سال. ولی در مورد سوریه حالا ما وارد 17 ماه این زریان میشیم. در 17 ماهی که این زریان جلو میره، کشتار از هر دو طرف وسیعاً میره جلو و پایانی ما نمیبینیم. و اینی که سوریه اگر بشار اسد سرنگون بشه و در سوریه یک دولتی سر کار بیاد که بیشتر مثلا با آمریکا باشه یا با کشورهای، اون وقت دقیقاً خیلی روشنه که یک نوع دروازه است به سوی ایران. یعنی در واقع اون چیزی که ما همیشه صحبتشو میکنیم که احتمال حمله آمریکا به ایران 10%، حالا خیلی اومده پایین، منتها با سرنگونی بشار اسد
این احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران هم بیشتر میشه. من در این بزرگیته اوضاع را میبینم و بیشتر بیشترم تأکید میکنم که سوریه دوباره برخلاف عراق و ایران دارای منابع عظیم طبیعی اصلا نیست، منابع طبیعی حداقل هم نیست، ولی از نظر موقعیت استراتژیکی اونجا که واقع شده خیلی مهمه. و شما اگر توجه کنید، اگر در سوریه اوضاع بدتر از این بشه به ضرر بشار اسد و دولت بعثی، اینها بیرحمانه و صفاکانه زنگ رو میکشن به لبنان و اردن، امکان داره عراق و مخصوصا ترکیه. یعنی سابقه حزب بعث سوریه در بیرحمی و صفاکی حتی بیشتر از به نظر من حزب بعث بخش عراق بوده و هنوز هم هست. و از نظر نیروی به اصطلاح هوایی هم اینها خیلی خیلی دست بالا را دارن. اینه که به نظر من بدون حمله نظامی آمریکا یا ناتو فعلا این رژیم در سر کار میمونه و به همین کشتکشتارا هم ادامه میده. و البته شورشیان هم که با همدیگه اختلاف دارن، اونها هم در مناطق مرزی سوریه به کشتکشتارهای بیرحمانه دست میزنن. خب این سوال مطرح میشه و اون 11% کردها رو که شما در موردشون صحبت کردید، من هفته پیش مهمان کردی داشتم، منتها کرد ایرانی، اتفاقا در مورد این شرکت کردن کردها و جمع شدن با مخالفین اسد ازشون پرسیدم. ایشون گفتن که نه، کردها هم پیوستن به مخالفین و برعکس اون چه که ما اول توی خبرها می گرفتیم که در یکی از این نشست ها کردها خودشون رو کنار کشیده بودن، گفتن نه اینطور نیست. یکی در مورد کردها میخوام ازتون بپرسم، یکی ما الان این روزها تو خبرها میگیریم که البته تعداد زیاد نیست ولی دائما داره از ارتش سوریه کاسته میشه و اینها میپیوندن یا به مردم یا کشور رو یه جوری از طریق مرزها ترک میکنن. این به اصطلاح ریزش از ارتش اسد رو شما چطور میبینی؟ خب اون بخش اول سوال شما در مورد کردها، کاملا اون مهمان شما درست میگفت که حتی حالا اون سازمانی که مقرش در لندنه و به اصطلاح شورشیان رو نمایندگی میکنه، رهبرشون، شما میدونی که رهبر قبلی استعفا داد، بله. رهبر فعلیشون کرده، خودش بله. کرده، درست. کردهای سوریه هست. منتها وقتی که ما اینجا در صحبت از کردهای سوریه میکنیم، به دو علت اساسی کردهای سوریه در حال حاضر بخش اون تشکیلاتیشون، رهبریشون هنوز علیه بشار اسد بر نخواستن. اون هم حزب پی کی کیه که همون اوجالان، اگر یادتون باشه در کشور عراق وقتی که اوجالان از اونجا فرار کرد در واقع پناهنده شد به سوریه و اینا تحویلش داده. این رابطه بسیار بسیار نزدیکی با دولت سوریه و اون حزب کارگران کردستان عراق وجود داره که هنوز هم هست. ولی مسلمن در داخل شورشیان افراد کرد هم وجود دارن، ولی اساس اون کردها این یک علتشه که اصلا اینا سابقه با هم داشتن. علتش هم اینی که این کردهای سوریه که در واقع چهارمین کشور بزرگی که از نظر جمعیت کردهاشون درصد قابل توجهی رو تشکیل میدن، یعنی بعد از ایران و ترکیه و عراق سوریه است. در سوریه کردها سابقه زیادی دارن علیه دولت ترکیه و دولت ترکیه هم علیه اینها. این هم مربوط میشه به این جریان که خب یعنی خیلی خیلی اینو روشن میکنه که کردهایی که دارای تشکیلات هم و پی کی کی نمایندهشونه، اونها هنوز به طور رسمی یا عملی وارد جنگ علیه بشار اسد نشدن.
خب این یه بخش دومیم، اون بخشایی که شما اشاره که از سوریه افراد مختلفی از ارتش، افسرانشون، حتی یه جنرالی در این دو روز گذشته، اینها همیشون فرار کردن به داخل ترکیه و خب اونجا ممکنه دوباره آموزش ببینن و حمله بکنن به داخل سوریه و به مخالفین بپیوندن. این جریان داره، ولی تا اونجا که من اطلاع دارم اکثر مفسرین سیاسی هنوز هم معتقدن که ارتش سوریه هنوز و بخش سازمان امنیتشون کاملا به اصطلاح دست نخورده مونده. اینجا و اونجا ریزش هایی هست، ولی این ریزش ها اصلا قابل مقایسه با ریزش های زمان حمله آمریکا به افغانستان و بعدم به عراق و در یک سال نیمه گذشتن به لیبی قابل مقایسه نیست. آقای پارتابناب، ممکنه این سوال حالا ربطی به گفتگوی امروز ما نداشته باشه، ولی چون شما در موردش صحبت کردین از رو کنجکاوی خودم میخوام ببینم آیا من اشتباه میکنم. آقای اوجلان و سوریه یه شرایطی فراهم آورد که بتونه به ترکیه پس بده، درست میگم؟ بله، وقتی که دیگه اون جریان به جاهایی رسید که حتی امکان جنگ بین سوریه و ترکیه وجود داشته و آمریکا هم پشت ترکیه بود، اوجلان اون وقت تحویل دادن. البته اونها به صورت رسمی تحویل ندادن، اونا دستگیر شد، ولی کاملا حرف شما درسته که حزب بعث اونجا کوتاه اومد. بله، تا اونجا داده دولت ترکیه. آقای پارتابناب، میدونیم که ما دفعه پیش هم تو گفتگومون در مورد نقش روسیه و حمایتش از سوریه صحبت کردیم، ولی الان به نظر میاد که کشورهای غربی دارن با روسیه گفتگوهایی میکنن که بتونن منافع روسیه رو تضمین بکنن و اینطور که صحبتها داره پیش میاد یه قول و قراری هم بهشون بدن که در آینده سوریه پایگاه‌های نظامی روسیه برقرار خواهد موند. آیا شما فکر میکنید که سوریه، روسیه منافعش اگر تضمین بشه بالاخره از پشت سوریه دست بر میداره، یا شما اینو غیر ممکن میدونید؟ نه، تحت شرایطی مسلمن. ببینید، این یادتونه که همیشه مثلا میگفتن که اختلاف بزرگ آمریکا با روسیه یا شوروی اون زمان ایدولوژی بوده، کمونیستی بوده، سوسیالیسم بوده، سرمایه‌داری در مقابل سوسیالیسم. این اختلاف همیشه اینو بزرگش میکرده، میگفتن اینه جریان ایدولوژیکیه. ولی اون زمان حتی مفسرین سیاسی در زمان جنگ سرد همیشه میگفتن که اگر امروز کشور شوروی به یک کشور کاپیتالیستی و سرمایه‌داری تبدیل بشه، باز همین اختلافات وجود خواهد داشت. زیاد هم ایدولوژیکی نیست، به خاطر دو تا ابرقدرت میخوان در مقابل هم استادگی بکنن و منافع هم دارن. امروز روسیه حداقل به دو علت در مقابل آمریکا استادگی، یکی همون جریانات انتخابات در داخل هر دو کشوره. ببین، همین وقت که شما میبینید که در آمریکا بعضی وقتها مثلا کاندیداها بیشتر به ایران حمله میکنن، انتقاد میکنن، به خاطر اینکه مثلا رأی بیشتری بیارن، چون خب ایران، دولت ایران، جمهوری اسلامی، اینا خیلی بی آبرو شدن در آمریکا و اروپا. حمله به اون یک رأی هایی به طرف اون کاندید میاره. امروز در روسیه تقریبا دولت پوتین و شخص خود پوتین از این جریان تغذیه میکنه. یعنی شما هر قد جلوی آمریکا بیستید، محبوبیت پوتین در داخل روسیه، به ویژه در داخل اولتراناسیونالیستای روسیه، میره بالا. و اخیراً هم اون رأی هایی که به پوتین دادن خیلی عجیب بود، که شما میدیدی که درصد اولتراناسیونالیستا که به پوتین رأی دادن بالاتر بود، بالاتر از گذشته بود. علتش هم اینه که پوتین در دو مورد در مقابل آمریکا میسته، یکی در مورد سوریه است، دومی هم در مورد اون موضوعی است که آمریکا میخواد
در لهستان و در چک و اسلواکیا به زود بیاره، یعنی مستقر بکنه، که پوتین رسما و عملا در تمام سخنرانیاش میگه که شما هدفتون ما هستیم، یعنی روسیه است. اینی که به نظر من اون الکترال پالیتیکس میگن سیاست در رأی‌گیری و رأی‌ها و سیاست در دوره کمپین‌های انتخاباتی رو هم شما در نظر بگیرید که امروز کشور روسیه یک کشور به تمام معنی سرمایه‌داریه و اون رسم و رسوم سرمایه‌داری هم در ارتباط با انتخابات پارلمانی اینا خیلی مهمه. اینی که حزب پوتین اکثریت خیلی قابل توجهی در مجلس روسیه داره، در مجلس شورای ملی روسیه داره، دقیقاً یکی از علتاش اینی که معتقدن که پوتین خیلی خوب در مقابل آمریکا میسته و این خیلی برای ایشون رأی میاره. اینی که به نظر من این اختلافات بین دو نیروی سرمایه‌داری امپریالیستی ادامه خواهد داشت و بعضی وقتها رقابت خواهند کرد، یا اکثر مواقع رقابت خواهند کرد و بعضی مواقع هم به قول شما تبانی خواهند کرد. بلی، امکان این که تبانی بکنن وجود داره، ولی در حال حاضر در ارتباط با سوریه من اینو نمی بینم، به خاطر این که اگر سوریه از بین بره و بشار اسد سرنگون بشه، اون وقت در هژمونی آمریکا در اون خاورمیانه بزرگ بیشتر بیشتر میشه، با اینکه هنوز هم هست در بعضی از کشورها مثل عراق و حتی بخشی از افغانستان و پاکستان، ولی هژمونی آمریکا در اون منطقه بیشتر میشه و به مرزهای روسیه هم که خب مسلماً اون کشورها یا همسایه دیوار به دیوار روسیه هستن یا با روسیه همزوارن، مخصوصاً مثلا کشور ایران و از یه سوی هم کشورهای دیگری مثل خود سوریه و عراق، اینم که همسایه دیوار به دیوار نیستن ولی همزوار اون بخش از منطقه از جهان هستن که روسیه نمیخواد آمریکا اونجا بیشتر از این که نفوذ داره داشته باشه. شما در بین صحبتاتون گفتید که با اینکه شرایط رو فراهم نمی‌بینین، ولی گفتید که اگر بشار اسد سقوط بکنه و یک به اصطلاح حکومت متمایل به آمریکا، آمریکایی سر کار بیاد، حتما به ایران حمله نظامی میشه. چرا اینطور فکر میکنید؟ به خاطر اینکه شما اگر توجه کنید در کل خاورمیانه شما یک رهبر مذهبی ندارید که محبوب باشه، با قدرت و با سرکوب اینا سرکار هستن ولی محبوب بین مردمشون نیستن. حتی رهبران القاعده از یک سو، رهبران ایران از سوی دیگه، رهبران به اصطلاح بنیادگرایان اسلامی در ترکیه مثل اردوغان و اینا اونقدر محبوب نیستن، بین مردم محبوب نیستن. احمدی نژاد که خیلی نامحبوبه، خامنه ای نامحبوب، اینا نامحبوبن همیشون. تنها کشوری که در اونجا مسلمانان شیعه به یک رهبری تسبیدن و احترامونو دارن کشور لبنان، شیعه های لبنان حزب الله حسن نصرالله است. خب اگر سوریه از بین بره، حزب الله لبنان مسلماً در تضاد میفته، در تلاقی میفته با کشور اسرائیل و به طور کلی اون پیوندی که حزب الله رو از طریق سوریه به ایران وصل میکنه، اون پیوند از بین میره و این سیاست در سیاست خارجی آمریکا این وجود داره که بالاخره برای اینکه هژمونی آمریکا در خاورمیانه قوی بشه باید این لینک و این پیوند رو بشکنه. پیوند در واقع همون سوریه است بین ایران و حزب الله لبنان، که در داخل لبنان اگر اینا متوجه بشن که بشار اسد، اولا به طور طبیعی زمانی که بشار اسد واقعا میره پای سرنگونی در آستانه سرنگونیش،
این جریان میکشه به داخل لبنان به صورت وسیعی. جنگ داخلی در لبنان شروع میشه و این جنگ داخلی واقعا ابعاد مختلفی خواهد داشت. شیعه ها علوی ها یک سو و مسیحی ها در حمایت از شیعه ها و علوی ها علیه سنی ها که در اکثریت هم در 40% جمعیت لبنان رو تشکیل میدن. این یک جنگ بزرگ داخلی خواهد بود در داخل لبنان که حزب الله مسلما در این جریان در تلاقی خواهد افتاد با کشور اسرائیل که هم مرز هستن هم همسایه هستن، به خاطر اینکه جنوب لبنان که مقر اصلی پایگاه اصلی این حزب الله هست هم مرز کشور اسرائیله. اینا با هم در تضاد خواهند افتاد، تلاقی های نظامی هم خواهند داشت. این به طور کلی کل اون خاورمیانه رو به هم میزنه و اون پیوندی هم که گفتم اون هم از بین میره که این در سیاست آمریکا نهفته است که هدفش عمدتاً در سوریه، این در سوریه که ما نفت نداریم که آمریکا بره اونجا به خاطر نفت برخلاف عراق، ولی سوریه از نظر موقعیت استراتژیکیش یک پیوند بزرگیه بین ایران و حزب الله لبنان. این پیوند اگر از بین بره آمریکا اونجا قدرتمندتر میشه، بیشتر از اون که حالا قدرت داره در کل اون بخش خاورمیانه. البته این جریان یعنی این برخورد باعث میشه که ما به این مسئله هم توجه کنیم که خود اونهایی که میخوان بشار اسد سرنگون بشه، یعنی دولت آمریکا و دولت‌های ناتو و دولت‌های عربستان سعودی، قطر و بحرین که به اصطلاح دیکتاتوری سنی دارن. ببینید قطر، بحرین و عربستان سعودی هدفشون از سرنگونی بشار اسد استقرار دیکتاتوری سنیه، وهابیستا و سلفیستا توسط اخوان المسلمین نوع اونها. خب این لازمش این که تمام اون 40% اقلیت ها هم آسوری ها هم مسیحی های عربی و هم زیدی ها که همون به اصلاح 4 امامی میگیم، هم اسماعیلی ها که 6 امامی هستن، به اضافه کرد ها را نابود بکنن تا اون دیکتاتوری سنی خودشونو ببسود بیاره. این در تضاد میفته با خواست آمریکا تا اندازی. خواست آمریکا اون نیست اصلا. خواست آمریکا اینی که در کشور سوریه یک دولتی مثل دولت فعلی اردوغان در ترکیه به مدل ترکیه که در مصر پیاده کردن در سوریه هم پیاده بکنن. این در تضاد میفته با اینکه خب اونها متحدین آمریکا هستن، عربستان و بحرین و قطر، ولی اونها نمیخوان کشور در کشور سوریه نوع اخوان المسلمینی بیاد که سلفیست نیستن، وهابی نیستن. خب این در تضاد میاندازه اینا را، به اضافه اینکه کشور سوریه، کشور اسرائیل خواستش این نیست که اسد بره و یک دولت سلفیست یا دیکتاتوری سنی در سوریه بیا سرکار. هدف اونا میگن اگر شما میخواهید بشار اسد بره، پس بهتره که سوریه رو تقسیم بکنیم مثل یوگسلاوی به 6 کشور که هر بخشش بیفته دست یکی از اون اقلیت‌های ملی و اتنیکی و مذهبی که دولت سوریه بتونه با اونها روابط حسنه برقرار بکنه، همون رابطی که امروز سوریه با دولت کردستان شمال عراق به وجود آورده. خب آقای پارسابناب، در این که وقت داریم میخوام از شما در مورد کشور خودمون ایران بپرسم. به نظر میاد که تا حالا تمام نشست ها با کشورهای غربی سر توافق مسئله هسته‌ای ایران با شکست روبرو شده. صحبت از این بود که بالاخره آقای خامنه‌ای مجبور هستن که جام زهر رو بنوشن و این توافق رو به خاطر بحران‌ها و شرایط بد ایران قبول بکنن. این اتفاق هم نیفتاد. آیا واقعا شما شرایط ایران رو
چگونه میبینید؟ یعنی با اینکه در صحبتاتون گفتین که مسئله جنگ کمی کاهش پیدا کرده، کمتر شده، که این خودش یک خبر خوبی هست و من امیدوارم اینطور باشه، ولی شما ادامه این تنش‌ها رو و نرسیدن به توافق رو آیندهش رو چی میبینید؟ من فکر میکنم که در این نشست‌ها که بین ایران و اون 6 کشور همیشه در این 3 مورد در 6 ماه گذشته در شهرهای مختلف استانبول و ماسکو و بغداد ادامه داشته، این ادامه خواهد داشت، حتی دور بعدیش هم در خود دوباره استانبول خواهد بود، این ادامه خواهد داشت. ولی از طرف دیگه آمریکا و کشورهای ناتو که این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند، خودشون می‌دونن که این تحریم‌ها به دولت ایران صدمه نمی رسونه، به مردم ایران شدیدترین صدمه ها را مردم ایران خواهند خورد. همین بخش دوم تحریم ها که 2 روز گذشته اعلام شد و عملا پیاده می گرده، شما می بینید که این باعث شده که در ایران قیمت اجناس شدیداً بره بالا در همین 3 روز گذشته، و از سوی دیگه قحطی به نوعی به وجود بیاد وقتی که قیمت ها میره بالا، و عموماً هم وقتی که قیمت ها میره بالا ارز هم میاد پایین، یعنی قیمت ارزش تومان هم میاد پایین. همه اینا رو اگر شما در نظر بگیرید، اولا در تاریخ هیچ وقت تحریم ها هیچ وقت مؤثر نبودن. تحریم ها علت های بسیار بسیار مخفی و اسرارآمیز پشت سرش داشته، که با اون سیاستی که میخواستن اگر تحریم بکنیم مثلا دیکتاتوری در داخل شوروی اون زمان مثلا کمتر میشه، ما میدیدیم که هیچ کوچکترین تأثیری نداشته. تنها زمانی که یک تحریم ممکنه مؤثر واقع بشه، اون تحریمی است که از سوی توده‌های وسیع مردم به ویژه کارگران از اون حمایت میشه. در آمریکا تحریم سالها سال به اصطلاح علیه کشور دولت نژادپرست آفریقای جنوبی ادامه داشت، ولی زمانی اون مؤثر شد که اون تنها نمونه که تحریم کار کرده در آفریقای جنوبی بوده، در جمهوری آفریقای جنوبی، در کشور آفریقای جنوبی بوده، این بوده که اکثر کارگران در بنادر مختلف آمریکا در این جریان تحریم شرکت فعال سیاسی داشتن و تأثیرش رو گذاشت در کشور آفریقای جنوبی. ولی این تحریمایی که امروز علیه ایران میشه، این تحریما فقط به ضرر مردم ایرانه. شما اگر با ایرانیایی که هم از ایران میان و هم با ایران بیشتر بیشتر تماس دارن، حتی تماسای تلفنی عادی، میبینید که مردم به تنگ آمدن از گرانی، از بدبختی در ارتباط با قیمت اجناس از یه سو میره بالا، بیکاری در ایران زیاد شده، قیمت اجناس هم میره بالا، و یعنی در واقع یک نوع تورم از یک سو، و از سوی دیگه بیکاری بیداد میکنه در خب ایران. آقای پارسا بناب، این صحبتایی که شما آقای پارسا بناب، این صحبتایی که شما فرمودید در مورد تحریم و اینها، خب بدش هستیم، کاملا درسته، ولی شما آینده این بحران‌ها رو، بحرانی که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای با کشورهای غربی داره، خواهش میکنم خیلی کوتاه مدت بفرمایید که این رو چگونه میبینید؟ من فکر میکنم که من برخلاف خیلی از دوستان عزیزم که خیلی هم به من نزدیک هستن و اینا، من معتقدم که کشور ایران، دولت همین جمهوری اسلامی، در تحلیل نهایی با نظام جهانی سرمایه میره، تافته جدا بافته نیست. اکثر این دعواها جنبه بیشتر شعبده بازی داره، نه واقعیت و یک حقیقت پشتش باشه. نه، من فکر میکنم که اینا در تحلیل نهایی دولت ایران با نیازهای
نظام جهانی سرمایه در خاورمیانه رفته جلو تا حالا و بعد از اینم میره، شما حتما اگر به سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی توجه کنید میبینید که جمهوری اسلامی در اون منطقه یکی از بهترین کشورهایی است که مقررات بانک جهانی رو از یک سو و مقررات صندوق بین‌المللی پول رو در ایران پیاده میکنه، به ویژه در رشته کالاسازی و خصوصی سازی. حتی پیشنهاد شده در مجلس که بحث بکنن که نفت رو هم خصوصی بکنن در ایران، یعنی علنا بیان نفت هم بذارن در خدمت فروش برای کمپانی های بزرگ بین الملل. شما توجه کنید که دولت ایران بله به آمریکا امتیاز نداده در این 20 سال گذشته، ولی تعداد امتیازاتی که ایران، دولت ایران به روسیه و آلمان و فرانسه و ژاپن داده دو برابر امتیازاتی بوده تا کنون که سلطنت پهلوی ها اون زمان به انگلستان و آمریکا و در داخل هم بعضی وقتا به آلمان هیتلری میدادن. یعنی این اینقدر دولت ایران از هر نظر با اون مدلی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیده میخواد داشته باشه، ایران عملا پیاده کرده، در صورتی که برخلاف کشورهای دیگه ایران زیر فشار این نهادهای بین‌المللی نیست، ولی این نهادهای بین‌المللی خودشون سالانه اعلام میکنن که ایران در ارتباط با مقررات صندوق بین‌المللی پول یکی از کشورهای درجه یک جهانه. خب بنابراین که ببینم سوال شما رو درست متوجه شدم، یعنی شما میفرمایید که در آخر کار اینها بالاخره به یه توافقی خواهند رسید و خواهند رسید. خب آقای پرسابناب خیلی خیلی ازتون ممنونم. متاسفانه وقت همیشه بیرحمانه سریع میگذره، منتها علاقمندم در حد واقعا ازتون تقاضا میکنم، چون مهمان بعدی ما در استودیو تشریف دارن، ازتون تقاضا میکنم که در حد واقعا یکی دو دقیقه بگید که از آقای آسانج چه خبر و آیا این پاپوشی که برای ایشون درست شد این یک پاپوش سیاسی بود آقای پارسابناب؟ مسلمن، چون آسانج تمام این جولین آسانج تمام این اسرار دولت و دولت آمریکا و دولت‌های دیگر رو، اکثر دولت‌ها رو فاش می‌کنه، این بزرگترین موهبتیه برای جوانان و کارگران در سراسر جهان که برای اولین بار یک رسانه گروهی توده‌ای ملی یا بین‌المللی و جهانی پیدا کردن و مسلماً آمریکا می‌خواد آسانج رو بیاره به کشور آمریکا و طبق قانونی که در سال 1917 علیه جاسوسی اون قانون رو از کنگره آمریکا گذراندن و اون زمان در سال 1917 بعضی از آلمانی‌ها هم به خاطر اتهام به اسپیوناژ یعنی جاسوسی محاکمه کردن و بعضی هاشون هم اعدام کردن، در مورد آسانج هم پیاده بکنن و فکر میکنم که وکلای آسانج هم متوجه این جریان شدن و تنها آلترنتیوی که برای آسانج وجود داشت این بود که بره و در سفارت اکوادور پناهنده بشه. خب آقای دکتر، من از شما سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که در 4 هفته آینده، حالا 3 هفته یا 4 هفته آینده، با مسائل جدید با شما در گفتگو و در تماس باشم. خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما و تمام شنوندگان عزیز شما بخیر. تشکر میکنم، روز شما در واشنگتن دی سی خوش. خب هموطنان عزیزم، با دکتر یونس پارسابناب فعال سیاسی گفتگو می کردم. همونطور که گفتم در بخش بعدی برنامه آقای احمد تقوایی مهمان حاضر در استودیو هستند که همونطور که توضیح دادم ایشون هر 2 هفته یک بار دوشنبه ها در استودیو تشریف دارن، ولی دوشنبه پیش به خاطر همایشی که در دالاس تگزاس بود غیبت داشتن، امروز اینجا تشریف دارن که یک گزارشی در مورد اون نشست به ما بدن. بنابراین ازتون درخواست
اختصاص میکنم به یک ترانه بسیار زیبا. توجه بکنید، برمیگردم برنامه رو با ایشون با شما پی میگیرم و بعد از برنامه ایشون تیمسار آریانپور در استودیو خواهم بود که خاطراتشون رو پی بگیریم. سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، شهره آسمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می‌فرمایید در خدمت آقای احمد تقوایی، پژوهشگر و یکی از مدیران سایت آینده نگر. سلام آقای تقوایی. سلام می‌کنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز. خب اجازه بدید اول خدمت دوستان عرض بکنم که خیلی مختصر من توضیح دادم که روز شنبه و یک شنبه نشستی بود، همایشی بود از طرف اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران که آقای تقوایی همونجا شرکت داشتن و من می‌خوام ازشون سوالاتی در مورد این برنامه بکنم و بتونیم همه با هم اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. اول از همه از هوا بگید. در تگزاس، در دالاس تگزاس بودید دیگه. هوا اونجا چطور بود اولا؟ به همین بدی که امروز در واشنگتن هست. یعنی اونجا شرجی هم هست؟ هست ولی نه به بدی اینجا، ولی خیلی گرم بود هوا و یکی از مشکلات در اونجا. البته شبای اونجا بسیار
خوب است شباش. برعکس شبای اینجا در این فصل که شباش هم بسیار گرمه. شبا خنک‌تر هستش تا اینجا. ولی خیلی هوای گرم و خب آقای تقوایی، تا اینجایی که به اصطلاح اطلاعاتی من کسب کردم جست گریخته در مورد این نشست، به نظر میاد که تعداد خیلی زیادی آمده بودن و منطقه. فقط برای بینندگان یه توضیحی بدین، این گروه شما یعنی اتحاد برای پیشبرد دموکراسی در ایران، اینها بیشتر اتحادی است بین جمهوری خواهان ایرانی، درست میگم؟ خب شما اول بفرمایید که در این نشست چه اتفاقاتی افتاد، یعنی برنامه ها به چه صورت بود و چه کسانی شرکت کرده بودن. قبلش همون اشاره بکنم که گروه های سیاسی که در خارج هستن دو گروه به دو دسته تقسیم میشن. یکی گروه هایی که اصطلاحاً بهش میگن گروه های حزبی، حالا هرچند ممکنه اسم روی خودشون نداشته باشن، که اینها اصولاً برای گرفتن قدرت فعالیت میکنن. برای مثال مثلا مجاهدین به دنبال کسب قدرت سیاسی است، یا احزاب دیگری مثل حزب کمونیست کارگری، انواع و اقسام احزاب. و گروه های دیگری هستند که اینها گروه های جامعه مدنی هستند و متفاوتن، از موضوعشون گرفتن قدرت سیاسی نیست. و شما اینو تو اساسنامتون دارین؟ بله، ما خودمون رو یک گروه های سیاسی جامعه مدنی میدونیم. حلقه هایی که ما تغییر فرق اساسیشون هستش که یه حزب سیاسی به دنبال گرفتن قدرت برای خودش هست، هر حزبی کوشش میکنه خودش قدرت بگیر. ما اگر است، و به همین خاطر زمانی که شعار تغییر حکومت رو میدن، منظورشون که ما حکومت عوض بشه ما بگیریم حکومت. همه چیز ما اگر شعار تغییر حکومت رو میدیم، منظورمون این نیست که خودمون سر کار بیاریم دنبال مقام و جاه و اینا نیست. چه خوب شد این توضیح رو دادید. ما میخوایم این رو همراه باشه برای فضای تغییر حکومت. از منظر ما به خاطر این هستش که فضای دموکراسی در جامعه ایران آماده بشه. بنابراین خیلی وقتا بین تشکیلات های جامعه مدنی که ما خودمون رو جزی از اون میدونیم، و تشکیلات های جامعه سیاسی که احزاب اساساً بخشش هستن، دقت نمیشه. من خودم خب ممکنه عضو یک گروه حزبی باشم، ولی این تشکیلات یه سازمان حزبی نیست. از این لحاظ خیلی وقتا این در برخورد به اتحاد، این تمایزات با گروه های دیگه از بین میره. مثلا بعضی از گروه هایی که شما آشنا هستید، شبکه گروه های سبز، اینا اصولا دنبال گرفتن دولت هستن، برای همین هم میخوان دولت ایجاد کنن. ما دنبال همچین برنامه نیستیم. البته تا اونجایی که من میفهمم باشون گفتگو کردم، میگن ما خودمون نمیخوایم این کارو بکنیم، ما میخوایم این راهو باز کنیم، شرایط رو برای دیگران فراهم بکنیم. اگه دولت معنی نداره، اگه خودشون عضو یک دولت موقت در خارج باشن، قرار این دولت موقت بیاد سر کار. مگر اینکه، ولی به هر حال فرض کنیم نباشن، من مثلا ولی اکثر گروه‌ها مثل مجاهدین، مثل حزب مشروط ایران، مثل انواع و اقسام گروه‌هایی که هستن، برای قدرت، برای گرفتن قدرت. و این تمایز رو ما می‌بینیم بین خودمون. در نتیجه ما وقتی که در تشکیلات ما افراد گروه‌های متفاوت حزبی شرکت می‌کنن، الزاماً اعضای هر کسی که می‌تونه عضو فرزن جبهه ملی باشه، ولی تشکیلات ما عضو خواهد بود. ما تمایزی، ما یعنی کسانی که شرکت کردن باید عضو گروه شما می بودن تا اینکه بتونن اونجا بیان. نه، دیگه برای ما کسایی که شرکت کرد تشکیلات ما، این جلسه همایش اصولا نمایندگانی که از 13 تا شهر آمریکا و کانادا اعضای تشکیلات انتخاب کردن، سالیانه در کنگره شرکت میکنن. بنابراین اصولا همایش خود بر اساس نظام انتخابی هستش که در تشکیلات ما رعایت میشه. در فاصله 2 سالی که این تشکیلات به وجود اومده، الان ما نزدیک 13 تا شهر هسته های اولیه یا انجمن های کوچیکی به وجود اومده، و امسال هم این نمایندگان اومدن و یه برنامه ریزی میکنن برای 1 سال آینده.
و انتخاب میکنن دو بخش معمولا این همه بخش حرفتون اینجا قطع میکنم. پس اگر قرار میبود که مثلا نمایندگان باشن از 13 کشور مختلف یا با ایالات آمریکا اگر حساب بکنیم ایالات های مختلف، پس باید فقط تو جمع شما حالا با چند تا مهمان و اینها مثلا این چیز حدود 25 نفر اینطورا می بودن، در صورتی که من شنیدم تا 120 نفر اونجا بودن. پس اینا کی بودن؟ بله اینها کسایی بودن آزاد بود، بعد افرادی که در تگزاس بودن علاقه داشتن بیان تو جلسه، افرادی بودن از جاهای دیگه آمریکا به عنوان ناظر اومده بودن جلسه باز. و شما باز گذاشته بودین؟ بله بله، جلسه بسته نیست، فقط اینکه قسمت یعنی جلسه حتی یه دونه سمیناری داشت که اصولا گروه مختلف اومدن دعوت شده بودن که بیان موضوعات ایران رو بحث کنن، ولی مسئله جلسه رسیدگی به برنامه ها و تنظیم برنامه های سال آینده خود همایش بود. خب چه برنامه هایی داشتیم برای سال آینده؟ میخواین چیکار بکنیم؟ ما در نوعی که در همایش رفت جلو، خب مثلا اول از همه ما 24 نماینده از شهرهای مختلف اومده بودن، از که نمایندگانی که هر کدوم انجمن خودشون رو بر اساس انتخاب کرده بودن فرستاده بودن. بحثایی که در اونجا دو رشته بحث در گرفت در اونجا، یکی تنظیم تدقیق یا منشور هست که ما به صورت قطعنامه های خودمون میدیم که چندین قطعنامه جدید مطرح شد، تصویب شد. فشرده بگین چی بود توش؟ فشرده به زبان این که مردم متوجه بشن. مثلا مهماش کدوم ها بودن؟ 3-4 قطعنامه مهم به نظر من بود، البته بستگی داره، من چون به گزارش که میدم از نظر من این 4 تا مهم بود. احتمالاً نه، شما نظر خودتون بگید. از نظر به صلاح هیئت اجرایی تشکیلات اونا دقیق‌تر میتونن، ولی من یکی از قطعنامه ها مسئله همکاری ها بود، قطعنامه مهمی بود که مناسبات ما با گروه های مختلف در سطوح مختلف چی هستش. یکی از مسائل مسئله وحدت با گروه ها بود که الان اتحاد در سمت سوی ایجاد یه تشکیلات واحدی. خب این که میگین همکاری و اتحاد با گروه های دیگه، با همه گروه ها یا باز با فقط جمهوری خواه ها؟ شبکه اتحاد برای دموکراسی در طول سال گذشته با 5-6 تا گروه مرتباً جلسه برای ایجاد یک تشکیلات واحد داشته. همکاری ما با خیلی ها میکنیم، از طریق گروه کمیته همبستگی 70-80 تا نهاد حقوق بشری و غیر هستن که با هم همکاری میکنن، اتحاد هم یکی از اعضای اون شبکه است. ولی در سطح اینکه یک تشکیلات واحد برخورد بکنیم به وجود بیاریم، ما هم با دوستان اتحاد جمهوری خواهان در مذاکره میکنیم، هم برای یک سال الان جلسات مرتب بوده، 7-8 ماه گذشته مرتب بوده، منشورهای هم دیگر بررسی کردیم، تفاوتها رو پیدا کردیم که بتونیم حل بکنیم. با دوستان جمهوری خواهان لایک چندین جلسه چندین ماه بوده، با دوستان بعد گروه های مختلف از جبهه ملی صحبت کردیم که اونها اعضاشون، چون ما گروه ها نمیان توی تشکیلات، یا از اعضا میان، که اونها هم همین پروژه ایجاد یک سازمان با واحد مدنی رو عنوان مسئله ببینن. با حداقل با سازمان جمهوری خان یکی دو بار نشستایی بوده ولی ادامه نداشته. با شبکه‌های دوستان شبکه سبز یکی چند جلسه بود که متاسفانه به نتیجه قطعی نرسید، چون توجه اونها بیشتر به ایجاد یک بدیل خارج است. متوجه یعنی اهدافشون با شما فرق میکنه؟ اهدافشون فرق میکنه. حتی ما پیشنهاد داده بودیم که هر کسی گروهی میخواد فعالیت خودش رو ادامه بده، ما نمیخوایم همه از بین برن، ما میگیم که یه تشکیلات متحد ایرانیان در برای جامعه مدنی، برای کار در جامعه مدنی ساخته بشه، که فعلا این گروه صحبت های زیادی بوده، خیلی نزدیک هستیم احتمالا با اتحاد جمهوری خواهان در چند ماه آینده یک شانس های هست که بتونه تبدیل بشه به یه تشکیلات واحد. با همینطور البته ارزیابی با چند گروه های دیگه هستن، کوچکتر هستن، با اونها صحبت کرده میکنیم که بپیوندن. اشاره کردم ما منظورمون نیست که هیچ گروهی مجبور نیست از بین بره، ما یه پروژه ایجاد یه تشکیلات واحد و
آنچه که ما تاکید میکنیم دو تا چیز بیشتر است. یکم این که گذار مسالمت آمیز از نظام جمهوری اسلامی به جمهوری حقوق بشر، یک. دوم این که هر پوزیشن ها در سطح رهبری باید انتخابی باشه. ما انتصابی رو اصلا نمیتونیم بپذیریم در تشکیلات خودمون. خب وقتی میگین انتخابی در تشکیلات خودتون راحت تره که مردم رأی بدن، ولی اگر بخواین گسترده ترش بکنید، یعنی گروه های مختلف رو جمع بکنید، اون وقت کی باید رأی بده؟ اونها باید توافق کنن. همین اختلافی که الان سر بعضی از گروه ها با همین مشکل رو برو هستن. اینا اساسا در نظام درونیشون بر اساس انتصابی هستش، یعنی یه سری فعالین شدن لید رهبر. ما این رو قبول نداریم. ما معتقدیم هر نهادی که در خارج و درست میشه باید بر اساس اعضای اون نهاد حق انتخاب و عزل اونها رو باید داشته باشه، و در نتیجه ما در هیچ تشکیلاتی که بخواد انتصابی باشه برای جامعه مدنی حداقل شکل فهمیدم. پس به این ترتیبی ده حذف شده هستن اوردی، یعنی که بعضی سازمان‌ها رهبرانشون مشخص شده هستن و این از نظر شما قابل قبول نیست. از نظر ما در یک نهاد جامعه مدنی امکان به اصطلاح نهادهای جامعه مدنی باید بر اصول دموکراسی و انتخابات آزاد. میفهمم، یعنی شما باور دارید که حتی در درون این سازمان ها باید یه انتخاباتی میشده که کسانی که مثلا چندین و چند سال رهبرش بودن احتمالاً شاید اونا کنار برن یه گروه من دیگه. من فکر میکنم حتی در بسیاری خطاهایی که بسیاری از این گروه ها در طول 30 سال انجام دادن، اینها اگر انتخابی بود اینها انتخاب نمیشد، ولی متاسفانه در نظام‌های ما عادت بر اینه که انتصابی هست. حتی بعضی وقتا رسمی انتصابی نیست ولی عملاً انتصابی هست، حق از پایین نیست. تمام نمایندگان ما مثلا که از به همایش اومدن که اساساً انتخابی بودن و در همایش هم انتخابی بود. این یه حوزه، یکی از قطعنامه‌ها بود که مجدداً سر همکاری‌ها تأکید می‌کرد. دو قطعنامه مهم دیگه تصویب شد، یکیش اسمش از حقوق بشر به عنوان حقوق فراملی فرامذهبی مردم. این تقریبا هیچ تشکیلاتی اینو تصویب نکرد. این اولین باره که یه تشکیلات جامعه مدنی در ایران محض حقوق بشر رو خارج از حق تصویبش کرد و این یه تلاش. خیلی جالبه که شما میگین اولین بار تصویب میشه ولی همه ازش صحبت میکنن، ولی در که هیچ کدوم از بیانیه‌هایی که شما احزاب مطرح کردن ما دو نوع این بحث نشده، مخالفت باشه هست به تو در مخالفت هستم باشه هست. دلیلش هم اینی که بسیاری بر این باورم که حق قانونگذاری فقط و فقط مال یک کشور معین، یعنی مردم ایران حق قانونگذاری رو دارن، تمام میشه. در این تمام نظام دموکراسی دنیا تا امروز که ما میشناسیم تا حدود 1900 و 1960 روی این مبنا عمل کرد تا 1970 حتی. یعنی هر کشوری حق قانونگذاری سپرده شده به مردم تا وقتی که بخوان. بعد از این که یه اعلامیه جهانی حقوق بشر به تدریج بین سالهای 70 شروع میشه رشد کردن، یه بحثی در میگیره که ما هم در سایت آینده نگر 1980 مطرحش کردیم، 83 توی موقع البته تو جلسه که امروز به دلیل فرایند گلوبالیسم، به دلیل جریان پیدایش جنبش حقوق بشری، مهمترین اصلی که این جنبش حقوق بشری جنبش نظام به صلاح حقوق بشر مطرح میکنه در این نیستش که گفته آزادی ها رو من برای همه، آزادی دموکراسی مثلا حقوق شهروندی برای شهروندان، حق انتشار، اینا همه قبل از نظام 1950 هم وجود داشته، در فرانسه بود و در آمریکا بود. آنچه که اعلام اهمیت داشت این بود که اعلام کرد، چون امضا کردن، که دولت ها و چه انتخابی باشن چه مردم اینا انتخاب، حق نقض اینها رو ندارن. به این عبارت مردم یک کشور حق ندارن برن پای صندوق
قانون اساسی سال پیش رو جمهوری اسلامی رو تصویب میکنن با رأی اکثریت شون، یا هر قانون اساسی دیگری که بخواد اعلامیه جهانی و بشر رو نقض بکنه، از بحث میگرد به حقوق، برمیگرد به بحث حقوق، در نتیجه محدود شدن اراده ملی یا بر تنظیم حقوق انسان. بنابراین این مفهوم برای ما از لحاظ تبلیغاتش در جامعه ایران، برای اینکه مردم بفهمند که محدودیت خودشون در اعمال قانون چقدر هست، این بحث حقوق فرهنگی، حقوق فراملی، فراملی منظور اراده ملی، اکثریت مردم جمع میشن اون اراده خودشون اعمال کنن. تا قبل از اعلامیه جهانی بشر هیچ این نامحدود هست، این اراده، حالا میخواد دموکراتیک باشه میخواد غیر دموکراتیک، ولی نامحدود این حق رو دارن. و بعد از اعلامیه جهانی بشر از نظر ما این محدودیت اراده به وجود اومده، و در نتیجه مثلا کنگره آمریکا سر مسئله شکنجه، یکی از دعواهایی که در آمریکا در گرفت همین هست که طبق قانون اساسی آمریکا شکنجه در داخل آمریکا ممنوع، و طبق قانون اساسی آمریکا شکنجه در خارج از آمریکا ممنوع نیست. CIA و وزارت دفاع و انواع اینهاش دستگاهی شکنجه در پاکستان هم درست میکرد، ولی طبق قانون منشور حقوق بشر، ولی طبق قانون حقوق بشر اعمال اینا نمیتونن ادعی بشن که این در چارچوب قانون اساسی آمریکا شکنجه ممنون نیست، پس ما میتونیم هر جا بخوایم بکنیم در خارج از آمریکا. بعضی از کشورها خب در داخل خودشون ممنوع کردن، ولی خارجیشون ممنوع نکردن، چون بحث حقوق در سطح شهروند خودشون بهش نگاه میکنن، نه روی شهروندی جهان. یعنی اگر بخوایم صحبت شما رو ساده تر بکنیم، مسئله از قانون اساسی کشورها فراتر رفته و یک سری آزادی ها بیشتری به مردم داده و یه خورده دست و بال زمامداران و سیاستمداران کشورها رو بسته که هر کاری دلشون بخواد نتونن بکنن. طبق منشوره دقیقاً. یه مسئله دومی که اهمیت داره این بحث اینی که اگر شما یه قانونی رو اکثریت مردم تصویب بکنن بخواین از این نافرمانی کنین از یه قانون مثل قوانینی که در آمریکا در سال 1000 انجام بود راجب سیاه‌ها، آیا این نافرمانی حقوقی است یا نه، یا سیاسی است فقط؟ آیا این نافرمانی جز به حقوق مردم هست در چه یه امر قانونی است، یا یک بحث سیاسی است در چه بحثش از حوزه قانون مداری خارج میشه؟ این بحث خیلی تئوریک حقوقی مهمی هستش. به قول وقتی که برای مثال زمانی رو گاندی رو میگیرن، گاندی دستگیر میشه، در گاندی معتقد بوده که من اینو نقض داره میکنم این قانون انگلیس رو، و در چه باید جزاش هم بدم برم زندان. بعد از اعلامیه حقوق بشر گاندی مجبور نیست اینو بگیره، نقض نکرده، حقش، این حق منه. در چه نافرمانی مدنی یک مبارزه قانونی است از لحاظ تاریخ، این بحث خیلی مهمی خیلی هستش. بله. که ما سعی کردیم توی این به نام چارچوب گروه خودتون مطرح بکنیم و تبلیغات برای این رو یکی از مسائل بدیم. دومین سومین قدنامه که ما اونجا تصویب شد قدنامه بود به نام از اول وحدت بود که به نظر من اون خیلی مهم بود، دوم و سوم هم یک قدنامه دیگری به نام مالکیت شهروندی، مالکیت شهروندی بر منابع و سرزمین ایران. بحثی که ما داریم مثال خوبی هم که رو تو کنگره زده شد، این خیلی جالب بود، این بود که همه که وقتی که برای اینکه توضیح بدیم منظورمون چی هستش، چرا این مسئله اهمیت داره، به بچه‌هایی که به مهد کودک در آمریکا میرن اشاره شد، و اشاره شد که هر بچه‌ای که به مهد کودک میره یه سرود ملی آمریکا رو یاد میگیره، که پرچم وقتی هوا میکنن سرود معروف ملی که امروز هم روزه که برای استقلال آمریکا، سرود ملی در اون پرچم سرزمین ملی آمریکاست که همیشه هم در به خاطر این هم پرچمی که در مقابل پرچم‌های دیگه کشورها در یه بحث مالکیت ملی آمریکا در سرود ملی است. یک رشته هم موسیقی‌ها یاد می‌گیرن مثل کریسمس که
که در حقیقت یک کالچره، یه سری موسیقی های یاد میگیرن، مثل اینکه چه ایالتی چه شهر زیبایی هست، مثلا واشنگتن یا ویرجینیا یا جورجیا، چقدر جورجیا is in my mind که داستان سرزمین مادری رو. ولی یه شهر، یک موسیقی دیگری هست که موسیقی جنبش مدنی آمریکاست و اون هم بر اساس چگونگی مالکیت شهروندی است و اون موسیقی این This land is my land, this land is your land. این یک موسیقی هست که در جنبش سیویل رایت آمریکا در 1950-40 به بعد شروع شد و یه فرهنگ دیگری رو به موازات فرهنگ ملی و فرهنگ سرزمین‌های مادری به وجود آورد و این امروز توی هر بچه آمریکا این ستا رو بلد، با این بزرگ میشه. این فرهنگ، این قدنام، این مالکیت ما این بود که در جامعه ایران ما دوتاشو داریم، سرود ای ایران رو داریم، درباره زیبایی‌های ایران زیاد مقال نوشته شده، سرزمین در انواع و اقسام صفتهایی که مردم چی هستن و این خاک بزرگ و همه اینا رو داره و اینا سرودهای ملی ماست که در تقابل با در سطح جهانی در حقیقت منشأش مرزهای ایرانه. یکی سرودهای محلی هم داریم، آذربایجان وطن من، نمیدونم انواع و هر شهری برای خودش در ایران داره، چقدر اصفهان، شیراز، همه اینا. آنچه که نداریم در فرهنگ ما که فرهنگ مدرنیته هستش، اون سرود ایسلند از مایلند، چون اونو نداریم اینقدر به هنرمندا بگیم که دست به کار بشن، اگه چون اونو نداریم و این فرهنگو نداریم اینقدر مسئله خواهیم داریم وقتی که بحثای قومی پیش میاد داریم، برای که اون حلقه وسطی که بحثای ما رو به عنوان شهروند کنار هم میذاره، نه به عنوان اینکه یک ملت، نه به عنوان من از چه سرزمین مادری میام، اون رو نداره. در این کمایش یک این نوشته شد، بحثای خیلی مفصلی روش شد و لزومه که ما این فرهنگ رو بتونیم در جامعه ترویج بکنیم. این سرزمین منه و سرزمین تو هم هست، مال هممونه. این در آمریکا 1914 در ضدیت با کارگران و مهاجر که قبول نمی کردن اینها، در که ضدیت با سیاها، جنبش در ضدیت با یهودیان، این This land is my land در ضدیت با تبعیضاتی که بر علیه یهودیان، هر نوع تبعیضی دیگه بر این ساخته شد و از اون زمان به بعد، از زمانهایی که به بعد شدش سرود مدرنیته، به اصطلاح جنبش مدرنیته مدنی آمریکا، جای این در فرهنگ ما خالی هستش. به خاطر همین هم نوعی این همه به اصطلاح چیز به وجود داره، به وجود اومده، نفاق هست، برای که یک درک واحدی از اینکه ما حقوق شهروندی خیلی کوچیک، تاریخ کمی داره. واژه شهروند در سیاست ایران فقط 18 سال سابقه داره. همین خودش بازم خوبه که حالا فعلا وجود داره. یعنی اینا بعد از انقلاب اسلامی بحث مدرنیته نو در جامعه ایران هم اومده و تجهیز ما این بود که این سومین قدنامه که به نظر من مهم بود این هم باشه. خب آقای تقوایی، علاقه‌مندم تو این فرصتی که داریم بدونم که اگر صحبت‌هایی شد در مورد آینده ایران، در مورد این تنش‌ها، راه حل چیه؟ اگر میشه خیلی کوتاه خواهش می‌کنم نظرات متفاوت رو بگین که چه صحبت‌هایی شد اونجا. ما در سال در یه ارزی صحبت‌هایی شد که در سال آینده تشکیلات ما با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود، که مسلماً یکیش مسئله جنگ. مسئله جنگ یکی از موضوعاتی است که در سال آینده ما باشه روبرو خواهیم بود، علاوه بر اینکه مسائل مثل، چون ما در داخل آمریکا هستیم، مسائل مثل انتخابات آمریکا یکی دیگه از موضوعات روز خواهد بود. سال آینده انتخابات ریاست جمهوری ایران احتمالاً یکی از مسائل است. اینها موضوعاتی است که جسته گریخته مورد بحث قرار گرفت و برای اینها هم همه اینها صحبت‌های اولیه شد ولی رجوع داده شد به هیئت اجرایی که اینا موضوعاتی است که بهش باید در سال آینده باش روبرو خواهند بود. اینها جسته و گریخته انجام میشد توی همایش
انجام شد و طرح شد توی برنامه ریزی هایی که انجام شد، مسئله وحدت و همکاری ها اشاره کردم که خود اون ما در انتهای همایشمون یه سمیناری برگزار شد که حدود 6-7 تا گروه دعوت شده بودن که بیان راجب مسئله وحدت و همکاری ها حرف بزنن. افرادی از دوستان جبهه ملی بودند که از جبهه ملی اروپا بود، جبهه ملی مثلا آمریکا بود، آقای عرسی بود، یک دوستمون بیژن مهر از نماینده جناح دیگه بود، اتحاد جمهوری خواهان بودند. جمهوری خواهان لایق قرار بود شرکت کنند، مشکل تکنیکی پیدا کردند ولی بودند. از آقای واحدی بود اونجا، از اونجا اعلام کرد که من همونطور که همینجا اعلام میکنه ما اصلا فقط بحثای خواهی کروبی رو اینجا میخوام مطرح کنم و نه بحثای خودم ممان نظراتیشون. دانشان لیبرال، دانش آموزان گروهی هستن به نام دانشان لیبرال ایران. از کجا آمده بودن؟ اینها از طریق کانفرنس کال شرکت کردن. ولی کجا مرکزشون کجا هست؟ نه متوجه نشدم من از کجا نمایندشون حد بودم شرطش حرف بزن، ولی اونا بودن دیگه. دوستان بله همین اشاره هست. خب آقای طوایی، میدونم که میگم دنبال میکردم این برنامه رو ببینم چه اتفاقی افتاده. گویا تو این برنامه آقای عرسی یک سری سوال مطرح کردن. من میخوام در مورد این بیمه بهداشت و اینام با شما صحبت کنم، بنابراین خیلی کوتاه خواهش میکنم بگین سوالی که مطرح میکردن چی بود و جواب هایی که گرفتن. حالا فقط دو سه تا مهمش رو، نه اینکه همه رو. آقای عرسی دو تا بحث در اونجا انجام دادن که هر دوش بحث های خیلی مهمی بود. تاکید تا اونجا که من برداشتم از جلسه سخنرانیشون بود که به نظر من بحث مهم من بود، یکم اینی که تاکید داشتن که ما یه رشته مفاهیمی که مثل سکولاریسم مثل اینها رو استفاده میکنیم، اینها رو تبدیل خوب شناخته شده نیست در جنبش ما و به همین خاطر هم خیلی وقتا تبدیل شده به اسلحه برای سرکوب دیگران. نکته ای که داشتن به نظر من و در نتیجه خیلی در بحث همکاری های آینده تاکید بیشتری میکردن نسبت به جریانات دیگر، دوستان دیگری که حرف زدن اونجا در کنفرانس ملی مذهبی ها هم از نماینده داشتن، علاوه بر جبهه ملی جریان ملی مذهبی. کی بود نماینده شو؟ الان خاطرم نیست ولی نماینده داشتن، مثلا اومده بودن توی کالیفرنیا میدونم نماینده شو اومده بودن نظر ملی مذهبی های ایران رو راجع به این موضوع مطرح میکرد. آقای عرسی جزو کسانی بود که تاکید بیشتری داشت به ایجاد یک همکاری هایی که روی مسائل بررسی های مفاهیم عمومی تاکید بکنه. ما چون خود ما در اتحاد یک کمیته هایی درست کردیم و به نام کمیته های واژه‌نامه که اصلا یکی از کارامون در سال گذشته این بوده که این مفاهیم رو بررسی کنیم و 52 تا واژه رو در سال آینده یه خلاصه بدیم که این منظور از این واژه ها چه، برای که یک زبان مشترک درست بشه. در اتحاد خیلی هم تو برنامه ریزی رو مسئله ایجاد اتاق‌های فکر تاکید میشد که یه رشته از کارهایی که ما میتونیم بین گروه انجام بدیم ایجاد اتاق‌های فکر هستش با جنبه مختلف که موضوعات نظری و تئوریک رو بحث بکنن. آقای عرسی توی این زمینه بحث زیادی میکرد. بله خب آقای تقوی، به نظر میاد که نشست موفقیت آمیزی بود. شما راضی بودین در جمع از این نشست؟ بعد از دو سال که بله خیلی راضی بود. هنوز ضعف های زیادی تو اتحاد هست. مهمترین ضعفش هم از نظر من این هستش که ترکیب، هنوز ترکیب سنی این اتحاد نمانگر ترکیب سنی جامعه ایران نیست. دانچه تاکید خیلی زیادی در اتحاد شد که سال آینده چالشمون این هستش که این رو برسونیم به یه حدی از معقول تری از چیزی که هست. یه سوالی که میخواستم بگم بین صحبت ها فراموش کردم و الان شما یه جوری جرقه رو زدین که آدم اومد، شرکت خانوم ها چقدر هست در این برنامه؟ چند درصد این جمعیت آقایون خانوم بودن؟
درصدی رو نمیتونم بگم ولی زیاد هست. زیاد بودن. بله. و در ترکیب هیئت اجرایی که انتخاب شد فکر میکنم دو تن از خانم ها، البته کاندید زیاد میکردن دیگران رو ولی خب قبول نمیکردن، ولی دو تا ما خانم در هیئت اجرایی جدید هست. خب آقای تقوی، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم و اون این که به هر صورت رأی دادگاه یا دادگاه بهش نمیگن یک حالا من میگم دادگاه عالی. نه دیوان عالی. رأی دیوان عالی بر این بود که اون قانونی رو که به اصطلاح اون برنامه‌ای رو که آقای اوباما به اصطلاح قانونی کرده بودن که بیمه برای همه باید باشه، البته خب خیلی محدودیت ها داره، الان راجع به اون نمیخوایم صحبت بکنیم، و جمهوری خانه آمریکا یا ریپابلیکن ها این رو شکایت کرده بودن که این غیر مغایر با قانون اساسی آمریکا، به هر صورت رأی داده شد که نخیر این قانونیه. یه مسئله جالبی من دلم میخواد توی گفتگوی دفعه بعدمون شاید به این مسئله بیشتر بپردازیم، یعنی دوشنبهی که شما تشریف میارین، ولی خیلی کوتاه مدت واقعا چی میگن قلب آدم آزرده میشه بعضی نظرهایی رو که میشنوه. شما میبینید که در این برنامه 50 میلیون، من فکر میکردم یه چیزی بالای 40 میلیون، مثلا 40 و اندی بیمه ندارن، اینطور که به نظر میاد نزدیک 50 میلیون، 50 میلیون، نه 5000، نه 50000، نه 500000، 50 میلیون نفر به خاطر بیپولی بیمه ندارن. دو، اینقدر این شرکت های بیمه قدرتمندن که اگر چه میدونم یه نفری بگه بابا من تا الان بیمه بودم، امروز سرطان گرفتم یا امروز یه مرض حاد گرفتم، از بیمه میتونن خارجش کنن، بیرونش کنن. و این قانون میگه که نمیتونیم بیرون کنیم، اگه کسی بیمه داره شما نمیتونیم بیرونش کنیم. سوم، جوونا و بچه‌هایی که تا زیر 26 سال با خانواده‌شون هستن میتونن تو بیمه خانواده باشن. خب من دارم هفته قبل، هیچ ایرادی نداره، یعنی من سعی میکنم دائما این درجه تحمل خودم رو بالاتر ببرم، خب یه ایده‌ای هستن اینطوری فکر نمی‌کنم، ولی چطور میتونه هموطن ما بیاد یک ساعت شعار بده توی تلویزیون ماهواره‌ای که بیننده های بسیار زیادی هم داره که به به چقدر این بیمه عالیه، با همه جای دنیا فرق میکنه، این پزشکی اینجا چقدر محشره و چقدر توی انگلیس و آمریکا و کانادا این بدبخت بیچاره تو صف وای میرسن، پزشکی افتضاح. یعنی یک نفر تو استودیو مجری برنامه نمیگفت که در آمریکا و اروپا و در کانادا و فرانسه و انگلیس در کنار این بیمه دولتی بیمه به اصطلاح خصوصی هم هست. هیچ کس جلوی دست و پای کسی رو نگرفته که بره بیمه خصوصی داشته باشه از تجهیزات بهتری، ولی حداقل برای یه بدبختی که هیچ چیز نداره. این یه خانم آمریکایی یه بار من گفت چه جمله خوبی زد، گفتم این یک آرامش فکری به یه نفر میده که اگه من کنار خیابون افتادم حداقل یه کسی هست که منو ببره بیمارستان. من خیلی کوتاه، یعنی واقعا در حد 4-5 دقیقه میخوام نظر شما رو بپرسم. این یکی، اولا همه صحبتایی که کردیم درست هستش، علاوه 50 میلیون نزدیک 15 میلیون آدم در آمریکا به دلیل اینکه قانونی نیست هنوز بیمه نمیتونه داشته باشه، و این خودش یه فاجعه انسانی، اون چیزی که بحث حقوق بشر به عنوان حقوق فراملی اهمیت پیدا میکنه که این تو اینجاها اهمیت پیدا میکنه. در اینجا ما واقعیش که در جامعه آمریکا تعداد خیلی بیشتر از چیزهای رسمی هستش، و اینهایی که آمار معمولا میدن آمارای رسمی ها رو میدن، کسایی که کار میکنن و بیمه ندارن. درسته. شامل بیکارانی که تقاضای، چون به دلیل یک سال شما بعد از یک سال که دیگه چیزای امکانات برای شما در نظر گرفتیم تموم میشه، مدت زمانی که بیکار هستین از رسیدن دریافت کمک های دولت، شامل اونها هم نیست، نچه رقم خیلی بالاتر از اون حد نیست. دومین فاجعه این هستش که هر موقعی خانوادی با داشتن بیمه حتی یه بیماری مثل سرطان پیدا میکنه، بعضی از اینها ورشکسته میشن، خونه هاشون رو مجبورن بفروشن، چون بیمه ها تا اگه خونه داشته باشن آقای تقوایی. بنابراین این فاجعه بزرگ بوده هست، و خوشبختانه یکی از دستاوردهای یکی از کارهایی که دولت اوباما کرد، حالا با همه کاستی های این رو مطرح کرد،
و از همه خوشبختانه که سوپریم کورت آمریکا بالاخره حتی فردی رو که فکر میکردن 100% با این مخالفت میکنه، یعنی که از جرت به سلام محافظه کار آمریکا اینها رابرتز رو برده بودن، اون هم از لحاظ لیگال اعلام کرد که این لیگال. جنبه ای که سوپریم کورت رفت خیلی خوبه، برای اینکه سوپریم کورت بر اساس قانون اساسی آمریکا نگاه میکنه که آیا یه پروژه قانونی هست، بعد قانون رو نگاه میکنه قانون اساسی باشه، و از این لحاظ خیلی خوب هست. ولی خب همیشه هم در طول تاریخ تحت سوپریم دادگاه دیوان عالی آمریکا یا دادگاه اینها تحت جو شرط جو تصمیمای خیلی زیادی گرفتن که غلط در اومده باشه، از جمله هم تصمیم separate but equal که جدایی و برابری بود که تصمیم اول قرن بیستم به نفعش تصمیم گرفت دادگاه عالی و زمینه پشتیبانی یکی از شدیدترین وحشتناکترین جریانات چیز رو به وجود اومد. من از شما میخوام تقاضا بکنم توی برنامه بعدی اگر میشه بعضی تصمیماتی که توی مقطع‌های مختلف گرفته شده و رو این جامعه تأثیر گذار بوده، اگه شما بتونید تو برنامه بعدی به ما خیلی جالبه این از یکی از بحث‌های مهم شناخت آمریکا این هستش که در اروپا تأثیرات نظری تئوریک و بحثاش خارج از نظام دولتی انجام میگیره، در آمریکا آنچه که ما میبینیم و سوپریم کورت آمریکا ساخته، علارغم و تمام این نظامی که امروز ما باش آشنا هستیم، اصلا مفاهیمه اینا همش تصمیمات بزرگ تاریخی سوپریم کورت آمریکا است. در چه دو مدل اصلا تحول سیاسی هستش که یکی از زیباترین بحثای کتابهایی که میشه همیشه خون این بحثایی است که در داخل سوپریم کورت آمریکا جریان داشته و به تدریج مفهوم سکولاریسم وجود اومده، مفهوم اولا اینکه نه تنها راجع به همه اینا صحبت میکنیم و اینکه این سوپریم کورت یعنی قاضی هایی که میرن اونجا چطوری، چون اینا انتصابی هستن دیگه، چطور انتخاب میشن. پس این رو میگذاریم واگذار میکنیم به برنامه دیگه‌مون که از شما تقاضا میکنم که آنچه که بله اطلاعات داریم ما بتونیم یک اطلاعات کامل راجع به این مسئله. من سعی میکنم در برنامه بعدی مهمترین تصمیمات تاریخ و بحثایی که بوده تاریخ آمریکا رو در زمینه تصمیم گیری هایی که سوپریم کورت راجب دو مسئله که برای ما مهمه، یکی مفهوم ملی و شهروندی و یکی مفهوم سکولاریسم، و برای شما پرونده های مختلف نه تنها اون لطف کنین شکل گرفتن خود دیوانو که از کی شکل گرفته، چطوری این قاضی ها بازنشسته میشن میرن نفر بعدی میاد درجیم این نمیتونه. خب آقای تقوایی گرامی من از شما ممنونم که خارج از برنامه هر دو هفته یک بار دوشنبه شما امروز تشریف آوردین. من مشتاق هستم که این دوشنبه که میاد نه دوشنبه دیگه شما رو با این موضوع در استودیو داشته باشیم. خب هموطنان عزیزم همطور که خدمتون عرض کردم برنامه امروز حجمش بسیار زیاده، ازتون دعوت میکنم که به یک ترانه توجه بفرمایید. برمیگردم در قسمت بعدی با تیمسار امیر هوشنگ آریانپور خواهم بود. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. پچپچو نچوا قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه.
در این غربت خانگی بگو هر چی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. با سلام و درود خدمت هموطنان عزیزم، شهره عاصمی هستم. برنامه از تلویزیون ایران ما رو مشاهده می فرمایید. در خدمت تیمسار امیر هوشنگ آریانپور هستم. سلام تیمسار. سلام از من. 24مین بخش بعد از بله اشتباه نکردم. خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، خوشم آمد تیمسار عزیز. خب من اول اینکه یه عذرخواهی اول برنامه کردم از یکی از بینندگان عزیزمون، این رو خدمتتون عرض بکنم. اول تبریک بگم به شما که این برنامه بسیار زیاد بیننده داره و خیلی در رده‌های سنی مختلف، بله، جوان‌ها، میانسال‌ها، خانم، آقا برنامه شما رو پی می‌گیرن و من واقعا باعث افتخارم هست که این هموطنان ما حتی اگر نظر متفاوتی از شما دارن، چنان با احترام، چنان با ادب، چنان اونجور که در شأن ایرانی ها هست مسئلهشون رو مطرح میکنن که واقعا خیلی وقتا من رو احساساتی میکنه. من فراموش کرده بودم هفته پیش خدمتتون عرض بکنم که یکی از بینندگان برنامه آقای هوشنگ از کالیفرنیا، فامیلشون رو نگفته بودن، گفته بودن که شما انسان بسیار وارسته‌ای هستین، برنامه هاتون رو میپسندن، چهارشنبه ها دنبال میکنن و خیلی از شخصیت شما با خوبی توی پیام یاد کرده بودن. منتها ایشون گفته بودن که درست کلمه‌ای که خودشون استفاده کردن، گفتن که شما در مورد تیمسار ایادی یک کمی کم لطفی کردین و گفتن که ایشون حدود بله 20 و چند سال همسایه آقای هوشنگ بودن و گفتن که دو تا خونه از ما جلوتر در کاخ جنوبی بودن. گفتن ایشون مرد بسیار درویش وارسته و وقتی از اداره برمیگشت در خونه قدیمی خودشون یه اتاقکی درست کرده بودن که بیماران رو اونجا مجانی درمان میکردن و اهل زرق و برق و رفتن به مهمانی‌های بزرگ نبودن. حتی شاه هم که به ایشون یک ماشینی هدیه داده بود از اون ماشین استفاده نمیکردن و با جیپ سر کار میرفتن و برمیگشتن. و دیگر این که گفته بودن حتی شاه خانه نزدیک نیاوران به ایشون پیشنهاد کرده بودن و ایشون نپذیرفته بودن و گفته بودن که میخوام در خانه قدیمی خودم زندگی کنم. این نظرات آقای هوشنگ. و در آخر صحبتاشون گفتن که از تیمسار سوالی دارم که بپرسید، به همینطور رمزی سوالو مطرح کردن در مورد تیمسار رمزی عطایی، ماجرای خانوم و انگشتر. بله جواب بدم؟ نمیدونم، میخواین که برنامه شما چی هست؟ در مورد تیمسار ایادی، من شوربختانه یک سال و نیم در شورای سازمان اتکا عضو بودم. هفته یک بار چهارشنبه ها تمام روز از صبح اول وقت میرفتم در دفتر ایشون. نماینده های نیرو هوایی، زمینی، ژاندارمری می اومدن و ما تمام روز، یعنی 8 ساعت کامل رو به بتالت می گذروندیم. تصمیم می گرفتیم که این نوع چایی رو بخریم یا اون نوع چایی، این برنج رو بخریم یا اون برنج، در صورتی که قبلا تیمسار ایادی با تمام اون تعریف هایی که در مورد ایشون کردید، در همسایگیش بودید، آدمی خاکی، سر به زیر، جیب سوار میشه، ماشین اعلیحضرت رو سوار نمیشه و غیره، ایشون از قبل تبانی کرده بود که چه چایی خریداری بشه یا چه برنجی خریداری بشه. وقت ما عمرا رو 8 نفر 9 نفر بودیم به بتالت میگذروندند، اگرم نظری میدادیم نظر همونی بود که خود ایشون از قبل تصمیم گرفته بودن. یعنی واقعا من پی بردم که ایشون انسان خدمتگذاری نیست
موارد دیگه هم دارم از زمین خاریشون در سطح بندر عباس که اونجا مدتی فرمانده بودم که تابلو زده بودن به نام ارتش، در صورت که من که بررسی کردم مسئولیت سرزمینی داشتم دیدم ما همچین زمینی رو تابلو نزدیم، تیمسار عیادی زدن، که البته دکتر احمد مدنی بالغ بر 30 کیلومتر مربع زمینی رو که ایشون و دیگرانی شبیه ایشون به قیمت فرض کنید متر مربع 1 ریال خریده بودن، به این امید که چون بندر عباس در طرح توسعه است بتونن متری 1000 تومان بفروشن، از حلقوم ایشون خارج کردن. در این مورد باید کتاب ها نوشت. روزی هم که ایشون از ایران فرار کردن از ترسی که مجاهدین و غیره و دیگران پیداشون نکنن، در یک اتاقی در طبقه دوم ساختمانی در پاریس زندگی کردن، خودشون هم نشون نمی دادن، بیرون نمی اومدن، حتی جرأت این که برن یه نون بخرن نداشتن. بالاخره هم در اون ساختمان فوت کردن. 7 روز کسی اطلاع نداشت ایشون فوت کردن، تا بوگند ایشون همه جا رو گرفت، اومدن ببینن چه اتفاقی افتاده، اون موقع فهمیدن ایشون فوت کرده. اگر ایشون آدم چنان خوبی بود چرا باید فرار کنه؟ چرا در ایران نموند؟ اگر خیر بود، خدمت کرد، خاکی بود، مورد اطمینان بود، چرا باقی نموند؟ چرا فرار کرد؟ البته تیمسار اینجا یه سوال پیش میاد، من اونو از طرف خودم میگم، و اون این که نه اینکه حالا من واقعا اصلا آقای عیادی رو، من اصلا تیمسار عیادی رو مثلا نمیشناسم، ولی این که اگر کسی آدم خوب و صالحی بود باید تو ایران میموند، در این مورد من با شما اختلاف عقیده دارم، چون خیلی از آدمای صالح و خوبم بودن اگه تو ایران میموندن که جمهوری اسلامی اول اونا رو گیر می آورد و میکشت. یعنی واقعا این انصاف نبود که اینها بمونن. من نگفتم که رژیم وحشی نیست، رژیم بی خود اشخاص رو نکشت، رژیم بی خود اشخاص رو زندانی نکرد. خیلی ها، نمونش نادر جهانبانی بود که هفته قبل در مورد صحبت کردیم، نمونش خیلی دیگران بودند که بی خودی کشته شدند، سر هیچ خطایی هم نکرده بودند، ولی اونها چون امید داشتند، چون خطاکار نبودند باقی موندند. عرض من نبود که ایشون باید میموند، ولی چه نیازی داشت که از کشور خارج بشه؟ چرا در خارج قایم بود؟ چرا میترسید خودشو رو بکنه؟ خطاکار همیشه در میره، خودشو نشون نمیده. من در مورد ایشون اگر بخواید میتونم یه مقاله 200 صفحه‌ای خدمتتون ارائه بدم. ولی همین از این مهمتره. در مورد عطایی رو من گذاشته بودم که برنامه فساد در ارتش به خصوص در نیروی دریایی رو امروز ادامه بدم، ولی چون وقتم اون کمه من به یه مطلب دیگه که پیش در آمده اونه خدمتتون عرض میکنم. خواهش میکنم. امروز... پس جواب این سوال رو میذاریم برای هفته آینده. امروز من حرفم اینه که میخواستم در مورد وصیت پادشاه ایران یعنی محمد رضا شاه پهلوی که در تاریخ اول آذر 1352 انجام گرفت خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، خیلی هم موضوع، خیلی هم جالب هست، نتیجه بگیرم. متاسفانه کمتر ایرانی من دیدم که از این موضوع با اطلاع، چراشو من نمیدونم، برای اینکه حتی چاپ شد در مجله نیرو دریایی، این چاپ شد در کتاب‌های آقای علم، این چاپ شده، نوشته شده، و نکات بسیار جالبی در این نوشته، در این وصیت‌نامه اعلیحضرت دیده میشه که نشون میده یه جایی ما پامون میلنگیده از همون زمان. ببخشید من فقط یه سوال بکنم از شما، این وصیت‌نامه بعداً تغییر کرد یا به همین صورت تا آخر این وصیت‌نامه؟ این همونیه که در روز اول آذر 1352 اعلیحضرت در کاخ خودشون. نه میفهمم، ولی تا وقتی که ایشون برن یعنی تا 57 عوض نشد. نشد. بله بفرمایید. خواهش،
به کاخ رفتم، هنوز جلسه فرماندهان تشکیل بود. این نوشته یکی از کتاب آقای علم خدمتتون میخونم. ساعت 11:30 آن جلسه تمام شد و ما رفتیم و من دیدم که شهبانو هم تشریف دارند. بیشتر جای تعجب شد. شاهنشاه آنگاه فرمودند من این جلسه را مرکب از فرماندهان ارتش، ارتش خودم و نخست وزیر و رؤسای مجلسین و اعضای برجسته دربار با حضور شهبانو تشکیل دادم که مطالب لازمی را یادآوری می کنم. همه می دانیم که با وسایل تخریبی امروز و وسایل تروریستی زندگی و حیات من ممکن است هر لحظه در خطر باشد. به این جهت امروز می خواستم در این جلسه تکلیف همه را در صورت بروز چنین پیش آمدی قطعا بررسی بکنم. فایده اساسی این کار این است که وقتی دشمن خارجی یا داخلی بداند که ما همه چیز را قبلا پیش بینی کرده ایم و در صورت بروز هر واقعه سیاست و اصول مملکتداری عوض نخواهد شد، ممکن است از تعقیب افکار پلید خود صرف نظر کند. ولی در هر حال ما باید تکلیف همه را در موقع چنین پیش آمدی روشن کنیم و قبلا پیش بینی های لازم را به عمل آورده باشیم. ابتدا وظایف نیروهای مسلح را تعیین می کنم. محتاج به توضیح نیست که اولین وظیفه قوای مسلح مملکت آماده بودن برای دفاع از تمامیت کشور است. دوم، بدون اینکه اجازه دخالت در سیاست را به ارتش بدهم، من روی این کلمه بدون دخالت در سیاست را به ارتش بدهم تکیه می کنم، و بدون اینکه خودش در سیاست دخالت کند، باید حافظ کلمه به کلمه قانون اساسی باشد. البته قانون اساسی که من امروز اعمال می کنم. آیا ما دو تا قانون اساسی داشتیم که اعلیحضرت اینجا می فرمایند قانون اساسی که امروز من اعمال می کنم؟ پس معلومه ایشون قانون دیگری رو اعمال می کردن که بستگی به قانون اساسی 1285 نداره. فقط یه سوال اینجا پیش میاد و اون این که اونطور که من می فهمم در قانون اساسی یعنی قبل از جمهوری اسلامی روحانیون اختیارات زیادی داشتن در قانون، ولی شاه اونها رو اجازه نمیداد که انجام بشه، تو قانون بود ولی انجام نمیداد. اگه بخوایم منصفانه یعنی در حقیقت ببینید قانون رو ما نمیتونیم عوض کنیم مگر قانون دیگری بیاد اونو لغو کنه و جایگزین اون بشه که بهش میگن متمم قانون اساسی، که ما هیچ وقت در این مورد نیمدیم اصلاحاتی در قانون اساسی 1285 انجام بدیم. ابتدا اینو که خوندم، ارتش در اختیار کامل پادشاه مملکت یا در اختیار کامل آن کسی است که برابر قانون اساسی وظیفه پادشاه را انجام می‌دهد. البته اگر ولیعهد به سن قانونی رسیده باشد در اختیار و تحت فرمان او خواهد بود، و اگر احیاناً به سن قانونی نرسیده باشد بر طبق پیشبینی که در قانون اساسی شده تا موقعی که به سن قانونی برسد در اختیار مادر او یعنی مادر ولیعهد خواهد بود. این بخش متمم داره در قانون اساسی، بنابراین مشکلی در این. البته ارتش و نیروهای مسلح باید مثل همیشه سلسله مراتب را حفظ کنند. دستورات فرماندهی از طریق رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ابلاغ می شود. البته اگر رئیس مملکت
اطلاعات نظامی داشته باشد خودش تصمیم میگیرد و دستور میدهد و اگر اطلاعات نظامی نداشته باشد با شورای فرماندهان یا مشاوران نظامی خود مشورت خواهد کرد، ولی تصمیم را خودش میگیرد. اینجا را هم توجه کنید، میگه مشاوره میکنه ولی خودش باید تصمیم بگیره و هیچ مقام یا مرجع دیگری تصمیم گیرنده نخواهد بود و امری که به این طریق به وسیله رئیس ستاد بزرگ ارتشداران ابلاغ شده باید از طرف نیروها کورکورانه اطاعت شود. توجه کنید، کورکورانه یعنی حق این که جلوی این بیستن و سوال کنن آیا این به صلاح ماست یا نه. میرسیم به این ملاحظه خواهید فرمود. تکلیف دیگر نیروهای مسلح این است که اگر خدای نخواسته رئیس مملکت بخواهد کوچکترین تخطی یا خودداری از اعمال اختیارات قانونی خودش بکند، قوای مسلح موظف هستند که به او یادآوری بکنند که وظایف قانونی و مصلحت کشور این است که او اختیارات را همین طور که الان از طرف من اجرا می شود به مرحله اجرا درآورد. توجه میکنید یعنی چه؟ یعنی از یه طرف بهشون میگه حق دخالت ندارید، از اون ور میگه اگر پادشاه یا اون کسی که به جای من نشسته کوتاهی کرد در انجام وظیفش، برید بهش بگید این کار درست نیست. این دوتا با هم نمیخونه، یعنی ضد نقیزه و خونسا کننده یکدیگره. نیروهای مسلح موظف خواهند بود هیچ وقت زیر بار تغییر نظمی که آن نظم ما را به این درجه از پیشرفت و ترقی رسانده نروند، البته بدون آن که حق دخالت در سیاست را داشته باشد. مگه ممکنه قانون اساسی یعنی همه چیزش سیاسیه؟ چطور نیروهای مسلح نباید دخالت در قانون اساسی کنن چون موضوع سیاسی، بعد از اون ور برن جلوی اعلیحضرت رو بگیرن که چرا این کار رو میخوای بکنیم؟ خب همین الان من یه سوال از شما بکنم، وقتی که این وصیت نوشته شد چقدر علنی شد؟ یعنی چقدر این کسایی که دارن صحبت میکنن، خب اینا باید اینا رو اصلا نشد باشن. ولی وقتی فرمانده نیرو اومد به نیروی دریایی ما ازش سوال کردیم موضوع چی بود، ایشون این اینا رو برای ما بیان کردن، ولی به صورت به اصطلاح چرا بعدن ما در مجله نیروی دریایی که دفعه دیگه من بیام میارم خدمتتون توی اون چاپ شد، ولی هیچ کسی به خودش اجازه نداد که بیاد اینو بررسی کنه ایراداشو نشون بده، چون جرأت این کار نبود که کسی بیاد بگه بابا این دو جوری حرف میزنید، هم میگید در دخالت امور سیاست نکنید، هم اگر پادشاه خود کوتاهی کرد یا کاری را انجام نداد بیاید بگید. خب تیمتار اگر یک کسی این کارو میکرد چی میشد؟ اگر یک کسی میومد میگفت این چون وظیفه من نبود من هیچ وقت پیش قدم نشد. نه نمیگم شما، ولی میخوام بدونم اگر یک کسی این کارو اگر میکرد مثلا چه اتفاقی ممکن؟ بیرونش میکردن آنن، چون مواردی هست دفعه دیگه من میارم خدمتون که آقای درست وقت اگر نداریم من نخل داریم بفرمید. آقای هویدا خدمت اعلیحضرت از طریق آقای علم عرض میکنن دستور فرمودید که در لبنان ما یه مسجد شیعیان بیان کنیم، آقای فلان که داره به عنوان سفیر میره اجازه میدید که ایشون بره بررسی بیشتری در مورد ایجاد این مسجد در لبنان بکنه، نتیجه رو خدمتتون گزارش بدیم. جواب ایشون گفتن که آقای هویدا گوه خوردن چنین حرفی روی حرف من زدن.
ببینید بالاترین مقام اجرایی ما نخست وزیره. ایشون میاد میگه آقای سفیر داره میره، اجازه بدید بررسی کنه این مسجد اونجا میخواد بسازه، شاید نظر بهتری باشه، جاشو عوض کنن فلان باشه. جوابشون این بوده، مگه کسی میتونه روی حرف من حرف بزنه؟ فلان زیادی خورده. این امیدوارم جواب شما رو داد. نیروهای مسلح موظف خواهند بود هیچ وقت زیر بار تغییر نظمی که آن نظم ما را به این درجه از پیشرفت و ترقی رسانده نروند، البته بدون آن که حق مداخله در سیاست را داشته باشد. ولی جایی که موجودیت کشور در میان است، شما باید حتما یک تنه و یک سره باشید. هیچ حرفی درش نیست. مسلماً هیچ یک از فرماندهان اینقدر بیعقل نخواهد بود که با دیگری برای مقاصد شخصی خود یا با سیاست مداران بند و بست کنند. منظور کودتا بوده دیگه نه؟ یعنی مثلا که برن برنامه ریزه. به خصوص که ما الان میبینیم هیچ یک از فرماندهان زیر بار فرمانده دیگری نمیرود. ببینید اینجا میگن من میبینم هیچ فرمانده زیر بار اون نمیره، ولی بالا دست میگن شماها همه باید یکی باشید، یک دست فکر کنید. این مغایر اون نیست آیا؟ و فقط مطیع پادشاه هستند و فقط پادشاه را میشناسند. آیا مملکت فقط متکی به یک پادشاهه؟ پادشاه ها میان و میرن، ولی مملکت همیشه پا بر جا هست و اینها باید تا ابد متکی به یک فرد به نام پادشاه باشند. و به خوبی میدانند در این کشوری، در این کشور برقراری دیکتاتوری نظامی امکان ندارد. الان نمونشون داریم میبینیم، دیکتاتوری نظامی. مبادا در نیروهای مسلح کشور کسی فکر کند که میتواند با بند و بست داخلی یا خارجی بر کشور مسلط شود. این خیال باطل است. خانواده ارتش وقتی باقی میماند که همه یک پارچه باشند. از اون ور میگن هیچ کس زیر بار اون یکی فرمانده نمیره، از اون ور میگن خانواده ارتش همه باید یک پارچه باشند. ولی منظور ایشون از این که گفتن که اون قدرتی که ارتش دستش بگیره با اون شناختی بوده که از ارتش اون موقع بوده. ما نمیتونیم ارتش اون موقع رو با سپاه پاسداران الان که ایدئولوژیک شده میدونین مقایسه بکنیم خاملن. چون میدونیم به نظام پادشاهی انتقاد خیلی زیاد وارد هست. من نمیخوام دفاع کنم، ولی منصفانم بخوام صحبت کنیم یه جاهایی به هر صورت اینه که اون ارتش با این سپاه پاسداران از زمین تا آسمون با هم فرق. اصلا اینو من اسمشو ارتش نمیذارم. این یه عده چریکیان که به زور قلدریشون، به زور شکنجه دادنشون، به زور و اقتصاد ناسالمی که چنگ انداختن و به بله دست اینا. اگر فرماندهان نه، وظیفه دیگر نیروهای مسلح این است که بدانند کلمه تسلیم در برابر دشمن از قاموس ملی ما حذف شده است. اگر ایران مورد تجاوز قرار گرفت و خدای ناکرده در خطر سقوط افتاد، شما باید آنچه را که از لحاظ نظامی و اقتصادی ممکن است برای دشمن مفید واقع شود نابود کنید. خب کشور سقوط میکنه، آیا ملتی که در اون هستند حق حیات ندارند؟ ما بیایم هرچی از لحاظ اقتصادی ممکنه برای دشمن مفید باشه از بین ببریم؟ من فکر کنم اون اطلاعاتی هست که مربوط به ارتش و یه کشور هست که یعنی اونا دست دشمن نیفته. کلمه اقتصادی رو هم به کار بردن از لحاظ نظامی و اقتصادی. من نظامی رو قبول دارم، نظامیش درست، ولی اقتصادی
بعد ادامه دادن به خصوص خطوط مواصلاتی و کارخانه هایی را که اگر به دست دشمن بیفتد مورد استفاده او قرار گیرد. در شهریور 20 اگر دشمن چنین احساسی می کرد هرگز جرأت حمله به ما نمی کرد. در شهریور 20 هم خدا خواست و معجزه‌ای روی داد که این کشور نجات پیدا کرد، ولی معجزه همیشه روی نمی دهد. در سیاست هر ملتی که بخواهد زنده بماند باید برای دفاع از خود همیشه آماده باشد، که البته ما نبودیم. در سال 57 ما آماده نبودیم. البته ما همانطور که گفتیم نهایت احتیاط را میکنیم، به طوری که من و شهبانو و ولیعهد تقریبا به صورت زندانی در داخل کاخها هستیم. خود ایشون تصدیق میکنه که به صورت زندانی در داخل کاخه. از کی میترسیدن؟ از ملت؟ چون اون موقع خارجی که در کشور نبود. ببخشید این چند جمله رو یه بار دیگه بخونین از اونجایی که البته ما همانطور که گفتیم نهایت احتیاط را میکنیم، به طوری که من و شهبانو و ولیعهد تقریبا به صورت زندانی در داخل کاخها هستیم، ولی خارجی و داخلی باید بداند که اگر اتفاقی بیفتد در وضع مملکت و اداره کشور کوچکترین تغییری پیدا نخواهد شد و تصمیم و اراده شماها نمیتواند کمتر از اراده خود من باشد. ما هر دو اراده رو دیدیم، هر دوشون تو خالی بودن. هم شاه مملکت از ایران بیرون رفت، هم عمرای ارتش همون یکی یکی به گوشهی فرار رفتن. که میگویم مملکت بهتر است نابود شود تا به دست خارجی بیفتد، و آنها باید بدانند که با تغییر رهبر راه عوض نخواهد شد. البته امیدوارم به خواست خدای متعال مراحل اولیه تمدن بزرگ را به چشم خود ببینیم و جشن بگیریم، ولی ما وقتی به دوران عظمت ایران خواهیم رسید که چه در دوره خود و چه بعد از من دستوراتی که دادیم اجرا شود، و قطعا هم اجرا خواهد شد، زیرا هر عقل سلیمی آن را قبول دارد و به نفع خود اوست. در خاتمه میگویم این تجربه کسی است که کشور شما را از شهریور 20 به 1 آذر 1352 رسانده است و هنوز برای این کشور آرزوها دارد. خب تیم سار، همینجا یه سوال الان برای من مطرح میشه و این که نشون میده که به هر صورت شاه از 1320 یه خاطره بدی داره و یک نگرانی ایشون داره. چطور میشه که پس این وصیت رو زودتر نمی نویسن و چرا سال 1352 به نظر شما؟ من واقعا نمیدونم، ولی فکر میکنم همه اینها مربوط میشه به بالا رفتن درآمد نفت. برای اینکه من هر روز مطالعه میکنم و بیشتر به این نتیجه میرسم که با بالا رفتن درآمد نفت غرور شاه ما هر روز بیشتر و بیشتر و بیشتر میشد و حتما نگرانی ها هم بیشتر میشه. چون نگرانی این... که 100% یعنی این وصیت در حقیقت یک جور نگرانی هست برای به اصطلاح بعد از حتما نگران بودند که گفتن معلوم نیست من زنده بمونم. خواستن شهبانو رو که جانشین ایشون هستن تا وقتی که ولیعهد به سن قانونی برسه، ولی اشتباه ایشون این بود که هم میگفتن ارتش حق دخالت در سیاست نداره
و هم می‌فرمودند که اگر دیدند اشتباهی از طرف جانشین من در حال اجراست جلوشون رو بگیرن. اینا به نظر من با هم هماهنگی رو نداره. خب تیم سار اجازه بدید من اول برنامه عذرخواهی نکردم، من اولا از شما عذرخواهی بکنم به خاطر اینکه شما قبلا گفته بودید که هفته دیگه با ما نیستین و من به هر صورت اشتباه کرده بودم، فکر کردم این هفته است و همین که برنامه‌تون نیم ساعت دیرتر شروع شد عذر میخوام، همین که قراره 5-6 دقیقه هم زودتر برنامه رو تموم بکنیم، بنابراین من از شما و از بینندگان برنامه شما که الان شاکی میشن عذرخواهی میکنم. ممنونم، من از شما اختیار دارید. اختیار من عذرم میخوام، هفته دیگه نمیتونم باشم. نه مسئله ای نیست، امیدوارم که هر جا که هستید خوب و شاد باشید. خدمت بینندگان میگم که هفته دیگه در خدمت تیمسار آریانپور نخواهیم بود، ولی من یکی از برنامه‌های تکراری شما رو بله. توی اون برنامه حالا یکی از برنامه ها رو به انتخاب خودتون خواهم. دفعه بعد من در مورد فساد در ارتش و خاصه در مورد نیروی دریایی فکر کنم دو جلسه طول بکشه. حتما که... یعنی هفته ای که میاد نه هفته, هفته بعد از اون. فقط تیمسار محبت بکنین، فراموش نفرمایید که در مورد تیمسار رمزی عطایی هم سوالی که شده مفصلا در اون مورد بفرمایید با مدرک. خب خیلی ممنونم از لطفتون، تشکر میکنم. هموطنان عزیزم در این بخش برنامه دیگه به طور کل برنامه رو به پایان میبرم، از اینکه با ما بودید تا این لحظه و این برنامه به اصطلاح چند ساعته رو دنبال کردید سپاسگزار هستم. فردا ساعت 12:30 بعد از ظهر در خدمتتون خواهم بود، اگر صحبتی هست که بفرمایید. همراه با مهمان گرامیم تیمسار امیرحسین آریانپور برنامه رو به پایان